فریدون جان سلام، سلام به پروژه آدم ها ریاضیات. خیلی خیلی خوش اومدی، مشتاقم که داستان تو بشنوم. خب شروع داستان فکر کنم تاریخ تولدم باشه، سال 1339. من تهران به دنیا اومدم، یک محله‌ای که شاید بگم معروف‌ترین محله به اون محله سلسبیل اسمش باشه، که دست یه محله‌ایه که خیلی نزدیک دانشگاه صنعتی شریف هست. بعضی موقع من از دانشگاه صنعتی شریف پیاده تا خونم رو میرفتم. پپسی کولا کجا هستش؟ اونو شما بریم به جنوبش، یه حدود 10 تا بلاک به جنوبش برین. اون محله‌ای بود که اونجا من به دنیا آمدم، همونجا هم بزرگ شدم. مدارسی هم که رفتم بیشترش اونجا بود. اول دبستان سایی بود، بعد دبستان بابایان، چون اونجا یه خیابونی بود به نام بابایان. بعد راهنمایی، دوره راهنمایی مدرسه بودم به نام فرزین که نزدیک یه سینما بود در خیابون سلسبیل. البته فکر نکنم من تا حالا در اون سینما بودم، شاید یکی دو بار بودم، ولی خب چون بچه درس خونی بودم اهل سینما خیلی نبودم، میرفتم سر کلاس. و دبیرستان هم یه دبیرستانی رفتیم که در اون محله خیلی معروف بود در خیابون سینا، به نام دبیرستان دکتر نصیری، که خیلی دیسیپلینی بود، اتفاقا معروف به دیسیپلینش بود. براتون مثال بزنم که مثل خودت امیر، من اول مدرسه باید اول سال با محمد تحمی زدم، این قانون بود و خیلی قصدار می شدیم. هر دفعه من این مو رو کوتاه می کردم، برام الان مهم نیست، ولی تو اون سن خیلی داستان متفاوتی بود. و اگر اشتباه نکنم 2 سال آخر دبیرستان از دکتر نصیری خودم منتقل کردم به دبیرستان خوارزمی شماره 3 که خیلی نزدیک دانشگاه تهران بود. و اتفاقا قشنگ یادمه که اون موقع میخواستم، همه راجب دبیرستان البرز صحبت میکردن، خیلی دوست داشتم برم دبیرستان البرز، ولی من راه ندادم، گفتن که دیر اومدی، برای رفتن به دبیرستان البرز باید یک امتحانی رو میگرفتیم که اگه اون امتحان رو قبول میشدیم میتونستیم برین دبیرستان البرز، و چون موعدش گذشته بود به من اجازه ندادم. و من یادم پدرم خیلی از این بابت ناراحت شده بود، حتی دبیرستان خوارزمی هم اجازه نمیدادن که اسم منو بنویسن، گفتن دیر اومدی و ما باید مطمئن باشیم مثلا این محصل خوبی هستش. پدر من شخصا رفته بود با مدیر صحبت کرده بود و راجب کارنامه منو برده بود، کارنامه منو نشون داده بود دکتر از دبیرستان و دکتر نصیری، و چون معدلم یه چیزی فکر کنم 19 و نیم بود از 20 و تحت تاثیر قرار گرفته بود، و فکر کنم پدرم هم به اصطلاح یکم هم خالی هم بسته بود راجع به من که اونها رو به اصطلاح تشویق کنه که من رو قبول بکنم. و یادمه که اون سالایی که خوارزمی بودم خیلی برای من سالای خوبی بود، برای اینکه دانشگاه تهران مرکز به اصطلاح کتاب فروشی ها بود، نزدیک دانشگاه تهران، خیابونه الان خیابون انقلابه، و من برام مثل که اصلا یه دنیا رو باز کرده بودم. یکی از تفریحات من این بود که میرفتم با اون کتابا بازی میکردم و میرفتم کتابای ریاضیشو معمولا پیدا میکردم و همیشه نگاه میکردم چقدر بودجه دارم، چند تا از اینا رو میتونم بخرم. خیلی هم همچین وسواس نداشتم کتاب چه موضوعی باشه. اون موقع اینقدر فکرم بیخ بود که همه چیز ریاضی رو دوست داشتم. و اگه بگم که چطور شد من اصلا به ریاضی علاقمند شدم، داستانش این هستش که من وقتی که دبستان بودم واقعا همیشه موضوع مورد علاقه من ادبیات بود، ریاضی نبود. در اصل ریاضی برام خیلی به اصطلاح بورینگ بود. علتش این بود که سیستم آموزشی ما اینطور بود که مثلا شب یه 200 تا چند رقمی رو به ما میدادن، میگفتن اینو ضرب بکنین فردا بیارین، و این اصلا واقعا نه لذتی داشت نه لطفی داشت. برای من یه بازی احمقانه بود تا یه موضوعی که آدم بخواد زندگیشو به اصطلاح وقفش کنه. و یکی از علتهایی که به شعر خیلی علاقه داشتم این بود که خب مادر منم حتی زمان دبیرستان شعر میگفته، و یه دایی داشتم که این دایی من خیلی اهل شعر بود و چند تا دفترچه شعر گفته بود و ما با هم مشاعره میکردیم همیشه، و این باعث شده بود که خیلی من علاقه بشم به شعر. و حتی یادم در سال سوم دبستان یک کتاب حتی نوشتم،
و این کتاب بر اساس اون کتابایی که خودم خونده بودم، شاید احمقانه باشه ولی نشون میده که ماجراجو بودم حتی اون سنا. داستانش این بود که یه مش کتابو به یه دلیلی وقتی دبستان بودم این کتابا رو پیدا کرده بودم که همش از این داستانای هالیوودی کارگاهی بود و چون تنها کتابی بود که اون موقع در دسترسم بود همه اونا رو خونده بودم و خیلی دوست داشتم و یه کتاب بر اساس اون کتاب‌ها نوشته بودم، گرچه خیلی اتفاقاتی تو این کتاب من نمیفهمیدم تو اون سن، فقط قسمت جنگ و بکش بکش و قهرمان بازیاش برام مفهوم داشت و اون بر اساس تصمیم گرفتم خب منم یه کتاب می‌نویسم و البته هیچ اثر از این کتاب وجود نداره، یه فکر کنم یه شب 20 صفحه نوشته‌های من یه جا گم شده و یکی دور انداختهش و این همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه با همون داییم که خیلی ما به هم نزدیک بودیم چون علاوه به اصطلاح اینتלקچوالی خیلی با هم بحث می‌کردیم سر خیلی چیزها و راجع به شعر و ادبیات با هم صحبت می‌کردیم، این دایی من تو کار عکاسی بود، یه به اصطلاح فکر کنم فارسی میگفتن افست یا آفست داشت، یه کارگاه عکاسی داشت، خیلی به صنعت عکاسی علاقه من بود، کتاب راجع به عکاسی داشت، کتابای علمی که خیلی پاپولار بودن اون موقع اونها رو جمع آوری میکرد و میخون و منو به اصطلاح اینتردیوز کرد به این کتابها و اولین کتابی که در دسترس من بود این موقعی بود که سالهای اول من دوره راهنمایی بودم، کتاب شیمی بود و من واقعا عاشق شیمی شدم، اون کتابا رو تموم کردم، بعد به این نتیجه رسیدم برای اینکه شیمی رو درک بهتری داشته باشم و فیزیک یاد بگیرم شروع کردم چند تا از این کتابای پاپولر فیزیک رو پیدا کردم، اونا رو خوندم، خیلی علاقه‌مند شدم، دیدم فیزیک رو خیلی بیشتر از شیمی دوست دارم، بعد به این نتیجه رسیدم که برای فیزیک من احتیاج دارم ریاضی یاد بگیرم، برای این رفتم چند تا از این کتابای ریاضی که به اصطلاح اون زمان خیلی پاپولر بود، خیلی هاش مثلا کتابای آقای شهریاری بود یا ایشون ترجمه کرده بودن یا خودشون نوشته بودن، من همه هر چی کتاب وجود داشت در اون موضوع گرفتم. یه کتاب دیگه بود فکر کنم جورج کاموف بود که یه فیزیکدان معروف روس بود که بعداً آمریکا اومده بود، یه کتاب نوشته از 1-2-3 تا بی‌نهایت، یه کتاب در مورد نجوم نوشته بود، اون کتابا خیلی خیلی اون کتابا رو من دوست داشتم و وقتی اون کتابا رو خوندم به این نتیجه رسیدم که ریاضی رو بیش از فیزیک دوست دارم و اون موقع فکر کنم من شاید 14 سالم بود و تصمیم گرفتم که بقیه عمرم رو فقط ریاضی انجام بدم، اینجوری من شدم به اصطلاح تو خط ریاضی افتادم و لیترالی از اون موقع تا حالا هم میکنم به جز ریاضی شعرها رو حتی کتابای شعرم هم میداختم دور. من یادم شاعر مورد علاقه من فروغ فرخزاد بود، چند تا کتاب فروغ فرخزاد داشتم و اینقدر به اصطلاح کرده وی شدم، فارسیشو نمیدونم، که این کتاب هم حتی به یه دوستم که میدونم حتی کی بود فروختم، حتی به اصطلاح یه حالت انقلاب درونی شده بود واسه من دیگه، برام شعر اونجور جذابیت نداشت، البته این شعر و شاعری و موزیک و اینا بعدا به من برگشت ولی این سالها بعد بود. در اون سالها فقط تنها کاری که من میکردم کتابای علمی بود به خصوص کتابای ریاضی و یه کاری هم که میکردم حتی اون سال آخر دبیرستان حتی دانشگاه تهران میرفتم توی کتابخونه دانشگاه تهران یا اون سالن به اصطلاح استادی گروپ داشتن بعضیا، من قشنگ یادم میرفتم با اون حتی دانشجوها سوال میکردم و اونم تعجب میکردن که چرا یه دبیرستانی اومده از ما بچه اومده از ما سوالا رو میکنه و براشون خیلی به اصطلاح چیز بود، جالب بود. چند تا معلم بودن که خیلی موثر بودن توی به اصطلاح رشد فکری من، یک معلم که من خیلی یادم باش سر کلاس خیلی بحث می‌کردم و از این بحثا خیلی لذت می‌بردم، اسمش رو الان یادم رفته، یه معلم شیوی بود همون دکتر نصیری، شاید اسمش زاکری بود الان یادم نیست، و ما مثلا راجع به نظریه کوانتوم با هم صحبت میکردیم، راجع به حتی نسبیت صحبت میکردیم، با اینکه معلم شیمی بود ولی فیزیک خیلی میدونست و به اصطلاح ما بعضی موقع کلاس رو به هم میریختیم، یعنی من شروع میکردم سوال کردن اون دیگه فراموش میکرد، راجع به بقیه بچه‌ها شروع میکرد جواب سوال منو دادن، یعنی درس فراموش میشد، یعنی داستان اینجوری بود معمولا. و یک معلم دیگه که خیلی من دوست داشتم و
رو من خیلی اثر گذاشت معلم هندسه بود، اگه اشتباه نکنم آقای دهقان بود، در دبیرستان دکتر نصیری. و جالب اینجا بود که این مثلا یه مسئله رو پای تخته می نوشت در هندسه، از اون مسائلی که بعد حدس می زدی کجا یه خط رو اضافه بکشی که یه زاویه‌ای رو تشکیل بده، و می گفت توی کلاس راجبش فکر بکنی. و این باعث شده بود چند نفر جاشون رو بغل من عوض بکنم، چون معمولا من کسی بودم که مسئله رو حل میکنم، یعنی میگفتن این بابا نمیذاره ما راجبش فکر بکنیم، این رو جاشو عوض بکنیم. ولی اون برای من خیلی جالب بود چون منو چالش میکرد. و این بعد من شروع کردم با این بحث ریاضی کردن، سوال کردن، به من گفت، من یه چیزایی میپرسیدم که نمیدونست جوابشو، به من گفت اینا از کدوم کتاب تو یاد گرفتی؟ بعد من بهش گفتم یه کتابی رو من پیدا کردم، من همش میرم جلوی دانشگاه تهران، یه کتاب پیدا کردم به نام ریاضیات چیست، کتابی ازش فکر کنم رابینسون و کورانت نوشتن، اتفاقا این کورانت یه نقشی در آینده من خواهد داشت، ولی اون کتابی بود که من خیلی از این چیزها رو از اون کتاب یاد میگرفتم. این به من پول داد برم اون کتابو بخرم که بتونه سوالای منو جواب بده، و بعدم راجع به موضوعات اون کتاب مثلا با هم صحبت میکردیم. اون یه معلمی بود که خب رو من خیلی نقش داشت. بعد که موقع انتخاب رشته رسید، من رشته ریاضی رو انتخاب کردم که زمان من یه کار غیر متداولی بود، چون اگه شما رتبه کنکورتون خیلی بالا بود، شما قرار بود برین مهندسی نه رشته ریاضی. ولی خب خانواده‌ام، پدر مادرم خیلی به اصطلاح سپورتیف بودن، به من گفتن مطمئنی تو حالا می‌خوای بری ریاضی؟ اصلا ریاضی شغلی به نام ریاضی وجود داره که تو می‌خوای این کارو بکنی؟ گفتم آره بابا، من زندگی ریاضی‌دانا رو خوندم، زندگی معقولی داشته، گرسنگی من تلف نمی‌شه. اونم گفتم باشه، هر جور تو دوست داری، هر جور راحت هستی. و جالب اینجاست که من دانشگاه تهران که رفتم، اون موقع دانشگاه صنعتی شریف بسته بود به خاطر اتفاقای سیاسی، این درست سال همون سال اول انقلاب بود و همون زمان شاه دانشگاه صنعتی شریف بکنم یکی دو سالی اصلا بسته بود و دانشجو نمیپذیرفت. در نتیجه انتخاب طبیعی من دانشگاه تهران بود. و جالب اینجاست که اون کلاسی که من تو دبیرستان خوارزمی بودم، بیشتر همکلاسی من همه رفته بودن به سر دانشگاه مهندسی. من شاید بگم تو اون کلاس که کلاس به سلام نخبه های مدرسه بود، بهترین ها تو اون کلاس بودن، من تنها کسی بودم که رفته بودم رشته ریاضی. و اون وقت ریاضی و علوم کامپیوتر بود. خیلی ها واقعا اونجا بودن به این خاطر که خب رتبه کنکورشون گفته بود که این بهترین جایی که میتونیم بگیریم و این نزدیک مهندسی است، نزدیکتر رشته به مهندسی هستش. ولی من تنها کسی بودم که اونجا فقط به خاطر خود ریاضی اون رشته رو انتخاب کرده بودم. درس شاید بگم اون اولا واقعا رشته مورد علاقه من در ریاضی منطق ریاضی بود، و علتش این بود که اون سال آخر دبیرستان من چند تا از این قضایای کانتور رو به اصطلاح فلسی، یکی از چیزهایی بود که فکر کنم مربوط به ست تیوری این چیزا میشد، من خیلی خوش آمده بود از اون موضوع، و هدف این بود که منطق ریاضی بخونم و نظریه مجموعه ها، و هرچی کتاب در این مورد بود پیدا کرده بودم، کتاب ها رو خونده بودم. و دانشگاه تهران هم یه شخصی وجود داشت به نام، اگر اشتباه نکنم، آقای جهرومی، که در رشته تنها کسی که در رشته منطق بود فکر کنم ایشون بود. ولی ایشون وقتی که انقلاب شد، اگر اشتباه نکنم، رفتن از دانشگاه تهران، رفتن فرانسه، درنشه هیچ کسی وجود نداشت. من تصمیم گرفتم خودم بخونم منطق و یه کتاب، اگر اشتباه نکنم، مندلسون بود که اون کتاب رو تموم کردم. بعد چند تا کتاب در ست تیوری بود که اونها رو خوندم که شامل کارهای گودل بود، به اصطلاح سازگاری اکسیوم چویس و کانتینوم هایپوتزیس با اکسیوم های دیگه ست تیوری رو اثبات کرده بود که آباس فسینیتد، موضوع خیلی مورد علاقه من بود، اونا رو خوندم. و
شروع کرده بودم که کارهای یه شخص به نام کوهن راجع به فورسینگ متد رو بخونم که ثابت میکرد که نقیض اکسیوم چویس و کانتینوم هایپوتزیس با اکسیوم های دیگه نقیضش هم سازگار هست، که خیلی برام داستانش جالب بود چون ایده جدیدی ارائه داده بود و من یک کتاب دیگه پیدا کردم که اون موضوع رو شروع کرده داشتم اونا رو میخوندم. این درست همون سالی بود که دانشگاه بسته بود. دست من بیش از شاید بگم یک سال دانشگاه نداشتم. اون سالم همش یا تظاهرات بود یا کلاسای تعطیل میشد. همیشه یه اتفاقی میافتاد که خیلی جو سیاسی بود. دانشگاه تهران به خصوص مرکز خیلی اتفاقای سیاسی بود و اینم برای من خیلی، من بیشتر هیجان این داشتم که درسای بیشتری بگیرم و زودتر برم جلو و کارهای دیگه بکنم، و از یه طرف این اتفاقای سیاسی میافتاد که خب یه حادثه‌ای بود که میافتاد، ولی من به اصطلاح ارجعیتم یه چیز دیگه بود و یکم قصه‌دار بودم که چرا این کارا زودتر انجام نمیشه که من بتونم بیشتر یاد بگیرم. کلاس‌های تعطیل میشد، استادای میرفتن و بعدم که اصلا دانشگاه کلا تعطیل شد که ما نشستیم خونه خودمون یاد گرفتن. این که یه اتفاق جالبی افتاد، آقای دکتر شهشهانی، سیاوش شهشهانی، یک سمیناری رو ارائه داد در این سالهای تعطیلی که اگر اشتباه نکنم در دانشگاه تهران اتفاق می افتاد، یعنی محلش در دانشگاه تهران بود و سمینارش هم یه عنوان عجیب غریبی داشت، فکر کنم می رسید یه ترکیب بود از ریاضی و فلسفه، سمیناری در ریاضیات و فلسفه، الان من تایتل دقیقش یادم نیست. و این اولین تجربه من بود که با دکتر سیاوش شهرشانی آشنا شدم و فهمیدم که اون دنیایی که من توش زندگی میکردم در ریاضی که بیشتر منطق بود و جبر و این چیزا بود تنها دنیا نیست، شاید من چیزای دیگه هم باید یاد بگیرم. این سمینار برام خیلی جالب بود، راجع به موضوعات مختلف صحبت میکردن، تنها ریاضی نبود، بعضی موقع صحبت راجع به منطق بود، فیزیک بود، ترکیبی از همه اینها بود و خیلی از اون سخنرانی‌ها در دانشگاه تهران بود. بعدن جاش عوض شد چون شرایط عوض میشد، بعضی موقع جاشو بعد عوض میکردم. حتی در یه مقطعی من اشتباه نکنم توی دفتر پدر آقای شهشهانی ما سخنرانی‌ها رو داشتیم، اونجا جمع میشدیم و صحبت میکردیم. و بعدن که این سمینار تموم شد، سیاوش به من پیشنهاد کرد که ببین منطق اینجا کسی نیست که منطق کار میکنه، تنها کسی که ما در منطق داشتیم رفته و دیگه هیچ کس دیگه وجود نداره، و واقعا هم همینطور بود. بیا چیزای دیگه هم یاد بگیر، مثلا بیا ما با هم کامپلکس انالیسیس بخونیم و به اصطلاح تئوری سیستم‌های دینامیکی ODE بخونیم و این چیزها. و این اتفاق هم افتاد، یعنی من میخوندم یک کتابی به من معرفی میکرد، من میرفتم کتاب میخوندم، بعد هفته یه بار ما با هم قرار میذاشتیم توی دفترش یا هر جایی که میشد و راجبه سوالا بحث میکردیم، راجبه موضوعاتی که توی کتاب ها بود بحث میکردیم. و این شاید اولین تجربه من بود که من با آنالیز آشنا شدم، قبلا اونقدر تجربه با آنالیز نداشتم و متوجه شدم که من آنالیز رو از منطق و جبر بیشتر دوست دارم، علی رغم اون به اصطلاح وقتی که گذاشته بودم روی اون موضوعات، ولی بیشتر به اصطلاح به ژن من بیشتر میخوره، یا به ایران میگفتن به گروه خونیم بیشتر میخوره. و یادم یه کتابی که خیلی منو تحت تاثیر گذاشت، کتاب رودین بود به نام Real and Complex Analysis که I was fascinated by that book. تمام کتاب من خوندم در اون دوره، یعنی این به اصطلاح این که سیاوش به من گفت که بیا کامپلکس انالیسیس کار بکن، یه دنیای جدید رو برام باز کرد و من شروع کردم کتابای آنالیز رو به اصطلاح اکسپلور کردم، تا اینکه خب دانشگاه باز شد و بعد از فکر کنم 3.5 سال تعطیلی بود و سیاوش به من گفتش که ما که حالا این همه صحبت با هم دیگه داشتیم، شاید دوست داشته باشی بیای دانشگاه صنعتی شریف. و من خودم انتقال دادم به دانشگاه صنعتی شریف،
یه کاری که خیلی غیر متداول بود اون زمان که یه کسی خودش از یه دانشگاه به یه دانشگاه دیگه انتقال بده. ولی خب این اتفاق افتاد. درنچه من اگر اشتما نکنم یکی دو سالی هم دانشگاه سنت شریف بودم که وقتی دانشگاه برزی که دانشگاه باز شد شب بگم یه سیمستر دانشگاه تهران بودم بعد رفتم دانشگاه سنت شریف. و درنچه این به سرا صحبت های ما با سیاوش بیشتر بود، راجع به خیلی موضوعات جزئی صحبت میکردیم که به سرا اینتلیکشوالی خیلی برای من مفید بود و خیلی مهم و برای سیاوش یکی از بهترین دوستای من هستش، از هم موقع شاید شروع شد. تا اینکه فرصت پیش اومد که من بیام آمریکا. در اصل به طور رسمی من لیسانس ندارم و اتفاقی که افتاد این بود که بعد از این همه سالها که دانشگاه بسته بود دیگه گرفتن لیسانس دیگه واقعا موردی نداشت و سیاوش به اصطلاح به من کمک کرد که به کمک ایشون، یعنی خود ایشون برای من اپلای کرد. من خودم هم هیچ فرمی رو پر نکردم، اگه یادم باشه همه کارا رو سیاوش برام انجام داد. یه نامه نوشت برای دانشگاه برکلی، اون موقع هد دانشگاه برکلی موهرش بود و بهش توضیح داد که خب ما دو تا دانشجو اینجا داریم که خیلی ادوانس هستن و اینا لیسانس ندارن ولی آماده این هستن که وارد گریجویت سکول بشن و خوب میشه اگه شما به این دو دانشجو اد میشن بدید. اون یکی دانشم رامین فرزانه بود که ما خیلی از این کلاسایی که با هم داشتیم با سیاوش داشتیم، رامین هم بود و موهرش جواب نامه داده بود که چنین چیزی شدنی نیست علاوه قانونی اینجا، به خاطری که ما کلی قوانین به اصطلاح کمپس وایز داریم که ما نمیتونیم قوانین رو بشکنیم. درنچه اون شکست خورد. بعد یه آقایی بودن دکتر امیر اسدی که استاد دانشگاه ویسکانسین در مدیسون بودن بعدش، ولی اون زمان که سال 1983 هست فکر کنم 1362 شاید باشه، ایشون استاد دانشگاه ویرجینیا بود، یونیورسیتی آف ویرجینیا در شهر شارلوتسویل. بس یواش با ایشون تماس گرفت. اگر اشتباه نکنم مهرداد شهرشانی هم اون موقع در همین دانشگاه ویرجینیا بود و دوباره توضیح داد که خب ما این دانشجوها رو داریم و میخوایم براشون یه جا ادمیشن پیدا بکنیم که بتونن بیان خارج و اینا آمادگی این دارن که به اصطلاح گریجویت استادی رو شروع کنن. و امیر خیلی سخت تلاش کرد که برای ما ادمیشن بگیره و موفقیت آمیز بود. در اصل این ادمیشن رو ما در شرایطی گرفتیم که نه لیسانس داشتیم نه ریز نمرات ما تونستیم بگیریم، مثلا شدنی نبود، موقع اصلا ریز نمرات رو نمیدادن، در زمان جنگ هم بود، نه توفل گرفته بودیم نه یه چیزی به نام GRE هستش که شما اگه بخواین توی آمریکا وارد دانشگاهی بشین برای رجیستری بعد اونو بگیریم، نه GRE داشتیم، در اصل با هیچی و جیب خالی ما تونستیم ادمیشن رو بگیریم که خوشبختانه به کمک امیر اسدی این ادمیشن با فلوشیپ بود که حتی سال اول هم احتیاج نبود حتی درس بدیم، یعنی هم خرجمون رو به سلام میدادن همین که خب تحصیلاتمون رو فراهم میکردن. خب خیلی چیز ایدئالی بود برای ما و ما باورمون نمیشد که چنین ادمیشن رو ما گرفتیم. خیلی جالبه، من وقتی که هفته اول که اومدم دانشگاه ویرجینیا رفتم یه جایی که به اصطلاح اینترنشنال هاوس بود، یه خانمی اونجا بود که کارش کمک کردن به دانشجوهای خارجی بود که کارهای ویزاشون رو به اصطلاح کمک بکنه، مدارک لازم رو براش تهیه بکنه. خانم یه لکچر طولانی به من داد که هر قانونی که ما در ویرجینیا داشتیم شما شیکون بینش و ما نمیدونستیم چجور راجبش فکر بکنیم، حالا داره از ما تعریف میکنیم. من فکر کنم نشون بوده چقدر آقای امیر اسدی چقدر اذیت شده و من شنیده بودم که خیلیشون سخت کار کردن برای اینکه خب از این قوانین دست پاگیر هست و ولی ایشون موفق شدن که به اصطلاح این فلوشیپ رو بر ما بگیرن. و اون زمان جنگ بود. خب سیاوش وقتی که اون نامه رو از ویرجینیا داشت و تماس گرفت با وزارت علوم، اون موقع یه ریاضیدان هدش بود و
و ایشون کمک کردن که ما بتونیم به اصطلاح مشکل سربازی رو حل بکنیم، چون موقع خروج از ایران خیلی سخت بود، تقریبا غیر ممکن بود زمان جنگ. اما موفق شدیم سال 1984 بیاییم دانشگاه ویرجینیا. من یه دو سالی اونجا بودم و اونجا بود که من به نظریه احتمالات آشنا شدم. یعنی اتفاقی که افتاد وقتی که سال اول اولین درس احتمالات رو گرفتم، البته در اولین درس احتمالات نبود، رابطه من به احتمالات یکم پیچیده است، پیچیده‌تر از ایناست، ولی اولین درس جدی احتمالات رو گرفتم. اون موقع که من متوجه شدم احتمالات همون آنالیزه، چیزی بجز آنالیز نیست، فقط تعبیرش فرق داره. مثل این که شما یه کاری در ریاضی در آنالیز دارین انجام میدین، ولی به اصطلاح یه توصیف احتمالات بهش میدین، به اصطلاح یه جوری حالت فقط شهود داره، یه شهود هستش که شما رو از بقیه آنالیز دانا شاید یکم جدا بکنه. اگه بخواین بگین که مثلا خودتون رو بگین که من احتمال دان هستم، واقعا شما یه آنالیز هستین یا بسی داره چه نوع احتمالاتی انجام بدین. اگه کامبینیتوریکس انجام بدین خیلی دیسکریت باشه، بیشتر حالت ترکیبیات داره، و اگر به اصطلاح فرایندهای پروسه های پیوسته رو بررسی بکنین خیلی بیشتر به آنالیز نزدیک میشه، که بیشتر کارهای من در اون جهت هستش. اون دست یه فقط فرقش با آنالیز یا رشته‌های دیگه فقط اون به اصطلاح شهودش هستش. و من دوست داشتم وقتی که این موضوع رو کشف کردم، مثل که مثلا برام یه تحولی بود که این نتیجه رسیدم که خب احتمالات رو هم میتونم جز به چیزایی که روش کار میکنم رو بهش اضافه کنم. بعد یه کلاسی گرفتم با لورن پیت که یه احتمال دان اون زمان در ویرجینیا بود، و بعد یه کلاسی گرفتم با شخصی به نام ساموئل جیمز تیلور که شاگرد بسیکوویچ بود و روی به اصطلاح فرکتال ستس و اینکه چطور خیلی از فرآیندهای تصادفی فرکتال هستن و چیشون میشه بعد فرکتالش رو حساب کرد، متخصص چیزهایی بودم. با ایشون من یه کلاس ادوانس گرفتم، یه تاپیکس کورس گرفتم، و این شروع ارتباط من با احتمالات بود. داستان یه داستان با مزه راجع به احتمالات بگم، این که من قبلا سعی کرده بودم احتمالات یاد بگیرم ولی همیشه منجر به شکست شده بود. یادم اولین بار سال اول دانشگاه تهران بود. ما خب قبلا تو دبیرستان یکم احتمالات یاد گرفته بودیم که بیشتر کامبینیتوریکس بود و این چیزها. بعد یه شخصی که الان اسمش اصلا یادم نیست، استاد این رشته بود، و من همیشه چون عادتم بود برای اینکه بهتر بفهمم، همیشه من ردیف اول میشستم. در ضمن چون همیشه پوتیتم بودم دیگه، کسی جلومم به اصطلاح ویومم نمیگرفت، ردیف اول نشسته بودم. و این یه لیست از مسئله داشت در احتمالات که میخواست ما رو اینتردیوس بکنه به نظریه احتمالات، و دید که من اونجا نشستم و به نظر علاق من بیام، منو برد پای تخته و به من گفتش که این مسئلات رو بنویس. و چند تا مسئله احتمالات که بعد اون چیزهای کامبینیتوریکس بود که ما تو دبیرستان باش آشنا بودیم، این مسئلات رو گفت. من فکر کردم که منظورش اینه که من اون مسئله رو حل بکنم، و اون مسائل من حل کردم. هر مسئله‌ای که میگفت، همونی که میگفت، من بعداً جوابش رو می‌نوشتم و حلش می‌کردم اونجا. و تقریباً یک ساعت اینجوری گذشت و من نمی‌دونستم مسئولش این بود که مسائل من بنویسم بعد ایشون خودشون حل کنن. و وقتی که این اتفاق افتاد به من گفت ببین، تو احتیاج نیست دیگه تو این کلاس بیایی، من به تو نمره A میدم، الف میدم، و دیگه تو این کلاس نیا. و من اصلا شوکه شدم، اصلا نمی‌دونستم موضوع چیه. جلسه دوم که رفتم اولا من بیرون کرد از کلاس، گفت من نگفتم تو نیا. من که گفتم بابا نمره تو الفه، باشه که من احتمالات یاد نگیرم. چند تا مسئله رو اول حل کردم، معنیش نبود که من نه آمار میدونستم نه احتمالات میدونستم. این شکست اول من بود.
شکست دوم هم وقتی اتفاق افتاد که دانشگاه صنعتی شریف بودیم ما و من دوباره درس احتمالات رو گرفتم و این درسی که من گرفتم همون موقع بود که این به اصطلاح فلوشیپ من بعدش معلوم شد و ما تمام انرژیمون رو گذاشته بودیم یا وزارت علوم بودیم یا اداره نظام وظیفه بودیم تا کارامون رو به اصطلاح سرراست بکنیم و باعث شد که ما اون ترم کلاسات من اصلا نتونستم برم و آخرم که دیگه کارمون جور شد داشتیم میرفتیم دیگه اصلا انگیزه این که برم امتحانش هم بدم رو هم نداشتم. در نتیجه شاید یکم امبرسینگ باشه ولی وقتی ریز نمرات هم رو سالها بعد من گرفتم دیدم در ریز نمرات هم یه F وجود داره و این F برای درس احتمالات بود. این شکست دوم من در نظری احتمالات بود که میخواستم همیشه یاد بگیرم ولی هیچ موقع یادش نگرفتم به دلیل این دفعه دلیلش فرق داره برای اینکه شرایطی بود که دیگه اصلا نمیتونستم نه سر کلاس برم نه این کار رو انجام بدم. ولی خب دفعه سومش موفقیت‌آمیز بود چون عملا بعد از اون من دیگه کارم در احتمالات بود. اون استادی که من در اونجا داشتم با ایشون همین آقای تیلور در ویرجینیا خیلی ریاضدان خوبی بود و ما به اصطلاح خیلی خوب گدلان میکردیم و ایشون به من کمک کرد من نظریه فرکتال ها رو یاد بگیرم. بعد من یه مقاله در این مورد نوشتم که پابلیش شد و ایشون خیلی من رو تشویق میکردم، به من گفتش که یه سال بمون من تا آخر سال سوم دکترات هم گرفتی و ولی تصمیم گرفتم که دانشگاه ویرجینیا برم و شاید بگم مهرداد ششانی که اون موقع اونجا بود خیلی در این تصمیم به اصطلاح خیلی موثر بود، برای که مهرداد همیشه میگفتش که تو برات بهتره که اکسپلور بکنی اریاهای دیگه، رشته های دیگه، احتمالا فقط این چیزی که اینجا آفر میکنن نیست و این خیلی ادوایس خوبی بود. اون موقع البته من اونقدر تجربه نداشتم به این چیزها رو بفهمم و به من کمک کرد که به اصطلاح نامم بنویسم که به دانشگاه دیگه برای دانشگاه دیگه بفرستم. یه چند تا دانشگاه رو انتخاب کردم من و از چند جا ادمیشن گرفتم. همون سال دوم که بودم یکی کالیفرنیا بودم، یو سی برکلی که الان هستم ادمیشن گرفتم که البته قبلا من سعی کردم برم اونجا ولی نتونستم به عنوان دانشجو برم، ولی این دفعه به من با یه فلوشیپ خیلی خوب ادمیشن دادن. یکی کران اینستیتوت بود دانشگاه نیویورک و یکی هم کورنر بود و علتی که اینجا رو انتخاب کردم برای اینکه استاد من گفت اینجا خیلی خوبم در احتمالات به دلایل مختلف آدمای مختلف و من از این سه تا کورانت انتخاب کردم به دلیل عجیب غریبی، چون اون موقع واقعا من کسی رو نمیشناختم و واقعا نمیدونستم چه اتفاقایی در احتمالات داره میفته. کلا ریاضیات دنیای من خیلی محدود بود، همون دنیایی که در ایران داشتم. بعدن اومدم ویرجینیا به اصطلاح اون دید احتمالات که به مجموعه فرکتال ربط داشت و به اصطلاح بهش میگن فاین پراپرتیز اف استوکاستیک پروسسز که بعدن فهمیدم که یکم اول فشن هستش، خیلی اتفاقات در اون رشته افتاده ولی احتمالات خیلی شاخه‌های دیگه هم داره که مثلا هیچ اطلاعی راجع بهشون نداشتم. بعد کورنل همه تعریف میکنن که چند تا ریاضدان معروف احتمالات در اونجا بود، یکی کستن بود، هری کستن، یکی دینکین بود که آدم ریاضدان روس معروفی بودش و فکر کنم سپیتسر شخص دیگرش بود و یادم اون سال دوم که من ویرجینیا بودم اولین کنفرانس ریاضی رو در آمریکا شرکت کردم که در ویرجینیا اتفاق می افتاد. یه کنفرانس سالانه بود و این فرصتی شد که من با چند تا از آدم های کورنل آشنا بشم و دیدم که برای من اون آدم های ایدئال برای کار کردن نیستن، یعنی یه جور اون ریاضیاتشون رو خیلی
دوست نداشتم و کالیفرنیا رو انتخاب نکردم برای اینکه گفتم اونجا دوره، چی میره از اینجا تا کالیفرنیا؟ یعنی شاید بهتون بگم چقدر من اون موقع بی تجربه بودم، گفتم یه همین بریم نیویورک که همین بغله از شارلوتسویل تا نیویورک خیلی دور نبود، حتی با ماشین میشد رفت. اتفاقی من یه دوست داشتم که اون میخواست بره بوستون، به من گفت من به درایت میدم تا نیویورک. به طور به دلیل خیلی به سر خنده داری من نیویورک انتخاب کردم، البته به همه من گفتم برای احتمالا خیلی جای خوبیه، ولی من نمیدونستم چرا جای خوبیه. اینقدر نایف بودم که حتی استادم گفتم خب حالا من برم اونجا با کی کار کنم، گفت یه شخص به نام وردان. نام وردان، وردان کیه؟ مثلا نشتی بودم مثلا این کار کنم چی کارا میکنه، مثلا دیفیوژن خیلی کار میکنه، دیفیوژن من میدونستم چیه ولی اونقدر آشنا بودم که واقعا اون دنیای ریاضی چی هست. و واقعا هم یه شوک بزرگ بود من وقتی کوران رفتم، واقعا یه دنیای کاملا متفاوتی بر من باز شد و من کلی طول کشید که به این دنیا وقت بدم خودم. چون به اصطلاح وقتی شما چی میگن یه چیزای دیگر رو میدونین، یه کامفورت زون دیگه ای دارین و میان اینجا میبینین کسی اصلا به اون موضوعات زیاد اهمیت نمیده، اصلا براشون مهم نبودن اون نوع ریاضیات، اصلا مطرح نبود. اونا خیلی علاقمند بودن به اون احتمالاتی که به استاتیستیکال فیزیکس رب داره، به فیزیک رب داره، و سنتی رو اونجا دنبال میکردن که برمیگشت به کاتس، مارک کاتس که یه ریاضدان خیلی برجسته لهستانی بود که شاید بگیم که احتمال کوران از ایشون میاد، اون فرهنگی که ایشون در دانشگاه نیویورک اون محیطی که به وجود آورده بود همه از اون میومد. که شما نگاه میکنید به فیزیک و یا کاربردهای دیگه، کاربرد خیلی مهم بود و میبینی که چه چیزی مهمه، چه موضوعی مهم هستش و اون برای شما اینسپریشن میده که راجب چه موضوعاتی کار بکنی. کلی طول کشید این برای من جا افتاد واقعا و قشنگ یادمه که بالاخره تصمیم گرفتم برم نیویورک به این دلایل که گفتم، خیلی دلایل دست شاید بگم چی میگن گات فیلینگ میگم به انگلیسی، من فارسیش چیه، شاید یه جوری فکر میکردم که این انتخاب خوبی است چون دیگران دارن میگن که این انتخاب موفقیت آمیزی هستش. حتی برای برکلی هم چون بسیاری داره با کیو صحبت کرده باشن، اون آدمای دیگه چی میگن راجع به ریاضدانایی که در این دانشگاه مختلف هستن، یه جوری مجموعه همین چیزا من به این نتیجه رسیدم شاید برم کورانت. وقتی که ادمیشن برای من فرستادن اینا یه دونه نامه برای من فرستادن که شما به سرا قبول شدین و فلوشیپ هم دارین و احتیاج نیستم که شاید بگم ترم اول شاید یا سال اول یادم نیست که درس بدین. خیلی اترکتیو بود و اینقدر به شما به سرا پول میدین که دیدم خرج من در میاد، مشکلی نخواهم داشت. و به من گفتم ولی علی رغم این یه ترانسکریپت هم بر ما بفرست. ولی من ترانسکریپت نداشتم، گفتم ریزون رو گفت هر چی داری بر ما بفرست. با اینکه به من ادمیشن داده بود، من نمیدونم چرا اون ترانسکریپت رو میخواستن، که من دستپاچه شدم، زودی تماس گرفتم با ایران، پدرم رو فرستادم که ترانسکریپت بگیرم و من نمیدونستم چند تا از این افای بزرگ نمرات درخشان اونجا داشتم، چند تا درس بود من اف گرفته بودم و نمیدونستم چجوری اینا رو بفرستم. و اون موقع چرمن ریاضی دانشگاه سند شریف سیاوش شهشانی بود، ایشون یه نامه زمینه کرد و توضیح داد که چرا ایشون اف گرفته در این درس ها. منش آبروم خیلی نرفت. اونجا درسایی که گرفتم خیلی موفقیت آمیز نبود، یعنی اونجور طول کشید که من خودم رو اجازه بدم، چون برای من خیلی اپلاید بود و من یه حالت ایده رومانتیکی راجع به ریاضیات داشتم که اگه اپلیکیشن وارد ماجرا بشه حتما یه مشکلی داره این موضوع، شاید به درد من نخوره. به اصطلاح یه عقایدی که اصلا معلوم نیست منشأش چی بود،
شاید به خاطر اون تجربه‌ای که من در ایران داشتم یا اون درسایی که قبلا گرفته بودم. و مثلا یه کلاس در پی دی گرفتم که اصلا دوست نداشتم، نمیگم با کی گرفتم، یه به اصطلاح روشی که اونا درس میدادن خیلی دوست نداشتم. یه کلاس در اودی گرفتم، خیلی باب دندون من نبود. یه روز وردان به من زنگ زد که برام خیلی عجیب بود، که زنگ زد ببینم من چیزی احتیاج دارم، سوالی دارم که به من جواب بده. و این اولین بار بود که من آشنا شدم با شخصیشون که اصلا من نمیدونستم واقعا حتی چی کار میکنه دقیقا در ریاضیات. یه کلاس با وردان گرفتم که دوست داشتم و تا اون موقع هنوزم نمیدونستم تز من راجع به چی خواهد بود. با وردان راجع به خیلی چیزها صحبت کردم، ولی خود وردان هم اونجا یه حالت ترانزیشن براش وجود داشت، چون قبلا ایشون خیلی کارهای مهمی کرده بود در نظریه که بهش میگن large deviations و راجع به دیفیوژن ها خیلی کار کرده بود. یه چیزی هست به نام مارتینگر پرابلمه وردان و سروک که به خاطر اون کارها خیلی معروف بود، ولی اون زمان زمانی بود که خودش داشت راجع به یه موضوع جدیدی یاد میگرفت و کار میکرد. و هنوز بعدن به من گفت که در اون لحظه هنوز خیلی مسئله خوبی برای دادن به دانشجو نداشت، چون هنوز داشت موضوع رو اکسپلور میکرد خودش. دانشجو در شاید بگم در سال یک سال اول و شاید تا وسط های سال دوم هنوز یه مسئله سالید برای تیسیس، برای دیسرتیشن من نداشتم به اون حالت. و خودم شروع کردم راجع به لارج دیویشن کار کردن رو و با برادران راجع به یه مسئله لارج دیویشن هم صحبت کردیم و تقریبا میدونستم حتی اون مسئله رو چجور حل بکنم، در حالی که هیچ موقع مسئله رو من ننوشتم، چون بعدا آشنا شدم با اون موضوعی که وردان خودش داشت اکسپلور میکرد که بهش میگن هایدرودینامیک لیمیت، که یه موضوعی هستش که به استاتیستیکال مکانیکس ربط داره. و سه تا دانشجوی دیگه بودن در اون رشته با وردان کار میکردم، ما چهار تا دانشجو بودیم و عملا ما در یک روز هر چهار تایی مسئله تز دریافت کردیم. یعنی مثل اینکه مثلا شما مطب دکتر میرین یکی بعد از یکی، مثلا ساعت 9 با یکی از دانشجو، ساعت 10 با یکی قرار گذاشت، ساعت 11 با یکی. من برای این با اون دانشجو همیشه میگم برادران دوقلوی من، برادران دوقلوی علمی، چون ما نه تنها پدر علمیمون یکی بود بلکه مسئله تز در یه روز دریافت کردیم. یعنی دوقلوی که چه هست، من چهار قلو شد اسمشو گذاشت. و اتفاقا این خیلی خوب بود، برای اینکه نه تنها من مسئله خودم رو داشتم، مسئله خودم رو خودم انتخاب کردم. اول برادرم می‌خواست یه مسئله در لارج دیویشن به من بده، گفتم نه من لارج دیویشن نمی‌خوام، مسئله که گفتی من یه ایده دارم و اگه بخوام میتونم حلش بکنم، ولی میخوام همون موضوعی که الان کار می‌کنی رو اون کار بکنم، چون دیگران هم دارن رو این کار می‌کنن. و اینکه شما مثلا یه گروه چند نفره رو موضوعات مختلف کار بکنید که در یک زمینه باشه، خودش به نظر اومد این خیلی اترکتیبه. و اینطور هم بود، من دقیقا مسائل اونا رو میدونستم، تمام پیشرفتشون رو دنبال میکردم و مسئله خودم هم میدونستم و یه سال طول کشید که اون مسئله رو حل کردم، شاید کمتر از یک سال. سه سال کورانت بودم که دکترا میگرفتم و بعد به برادرم گفتم که من فقط 3 سال اینجا بودم و فقط یک سال و نیم هستش که تازه آشنا شدم به این موضوع، من تازه داره خوشم میاد و آیا شدنی هست من 1 سال با من پستاکت بمونم؟ برادرم گفت شور that's possible و ارنجش که من 1 سال با من پستاکت موندم، یعنی در اصل من 4 سال کورانت بودم. بعد هم 1 سال با من پستاک رفتم Institute for Advanced Study در شهر پرینستون، سال اونجا بودم و بعد از اون یه پوزیشن آفر داشتم از برکلی، اومدم اینجا و هیچ جای دیگه هم نرفتم، از اون موقع تا حالا اینجا بودم.
اینجا که تو مثلا گفتی که مثلا جبر رو مثلا دیدم آنالیز بیشتر تو گروه خونیمه و واقعا مثلا فرض کن که بعد احتمال در واقع بیشتر میشه که این اتفاق میفته واقعا، یعنی جالبه، خودمم نمیدونم. ببینید، شاید یه علتش به خاطر اینی که من احساس کردم میتونم ادونچر بیشتر در آنالیز داشته باشم. شما حساب کنید در آنالیز هر اتفاق ممکنه بیفته. این من یادمه، این چیزی که راجع به کتاب رودین Complex and Real Analysis دوست داشتم این بود که قضایایی که من اونجا میدیدم قضایایی نبود که من بتونم پیش بینی از بکنم درسته. انگار که در آنالیز هر اتفاق ممکنه بیفته. حدس من اینه، علت این که من خیلی جذب شدم به آنالیز این آزادی عمل هستش که چقدر جا میشه، چقدر چیز زمینه میشه اکسپلور کرد. من هیچ موقع اون احساس رو وقتی که جبر میخوندم نداشتم، یا حتی لاجیک ست تیوری، اون آزادی که من دنبالش بودم من در آنالیز پیدا کردم که میتونم حالا جاهای مختلف برم، جای ادونچر زیاد داره. برای من که اینجور بوده، شاید علتش این هستش. رشته من بیشتر اینترست من استاتیستیکال مکانیکس هستش، یکم لغتش شاید میسلیدینگ باشه. معنیش این نیستش که من آمار میدونم، آمار بیشتر کاربرد احتمالات هستش. داستان استاتیستیکال مکانیکس این هستش که شما برای توصیف خیلی پدیده هایی که در طبیعت هستش، خیلی برای این پدیده ها توصیف های مختلف رو میتونیم مد نظر بگیریم. مثلا این پدیده ها چی میتونن باشن؟ شما مثلا یه سیال رو بخواید بررسی کنید، یه گاز رو بررسی بکنید، یا اینکه شما یه کریستال دارین، این کریستال در حال روش هستش بخاطر اینکه مواد خارجی در بهش میچسبن و این رشد میکنه، یا شما یه بافت سل ها رو در نظر بگیریم، بعضی سل ها ممکنه بیمار باشن، بعضی ها هلتی باشن، بعد یک به صلاح یه اینترفیس وجود داره که اینا رو اصلا جدا کرده، یا شما یه جنگلی رو بگیریم، بعضی درخت ممکنه سوختن، بعضی ها هلتی هستن، چجور این آتیش داره روشن میکنن، شما این آتیش رو کنترل میکنید. شما چند تا توصیف های مختلف میتونیم برای این پدیده ها ارائه بدیم. یکیش توصیف میکروسکوپی هستش. توصیف میکروسکوپی این هستش که شما یه مدلی رو ارائه میدین که هر دونه سل داره چیکار میکنه، احتمال اینکه این سل به صلاح بیمار بشه یا اینکه خوب بشه چی هستش. یا در مورد یه گاز، در توصیف میکروسکوپیش این هستش که این گاز تشکیل شده، یه مدل خیلی ساده ارائه میدیم به اینا میگن توی ماگلز، یه مدل خیلی ساده ارائه میدیم که برمیگرده به مکسول و بولتزمن. اینا فیزیکدان های مکسول که یه فیزیکدان اسکاتلندی بود، بولتزمن یه فیزیکدان اتریشی بود. شما فرض میکنید یه گاز تشکیل شده از یه تعداد خیلی زیادی، تعدادش حالا میتونه افوگادرو نامبر باشه، تعدادش خیلی زیاد هستش، از یه تعداد توپ تشکیل شدن که این توپ ها در حال حرکت هستن و وقتی به هم دیگه میخورن مثلا الاستیک کولیژن دارن، یعنی یه جوری بعدن اون سرعت هایی که دارن، سرعت هایی بعد از تصادف، یه جوری هستش که قانون بقای انرژی و مومنتوم حفظ شده و بر اساس اون فیگر اوت میکنین چه اتفاقی بیفته. یا ممکنه اون توپ های شما شار مغناطیسی داشته باشن، در نشه با استفاده از قانون کولون میتونین فیگر اوت بکنین که دینامیکس این توپ ها چی هستش، یا این ذرات چی هستش. این توصیف میکروسکوپی هستش. در نشه در توصیف میکروسکوپی شما با تعداد خیلی زیادی ذره یا به اصطلاح کامپوننت سر کار دارین، و شما یه سیستم دینامیکی یا یه سیستم تصادفی بعضی موقع برای این ارائه میدین که اون اتفاق میکروسکوپی که داره میفته رو کمک میکنه که درکش بکنه. این یه توصیفه. بعد یه توصیف ماکروسکوپی داریم. توصیف ماکروسکوپی داستانش این هستش که شما قوانین بقای در مورد گاز مثلا، بقای انرژی و
مس و مومنتوم رو در نظر میگیریم، بعد براش چگالی ذرات، چگالی ذراتی از سرعت خاص یا چگالی انرژی اون ذرات رو ارائه میدیم. اینا یه توابعی پیوسته هستن که یه جوری تمام جزئیات اون پدیده رو به شما ارائه نمیده، ولی یک پارامترهای مهمش رو ارائه میده و شما میخواین دینامیکس این رو به دست بیاریم، چه قانونی این باعث میشه که این چگالی ها تغییر کنن با زمان. مثلا در مورد گاز یا سیال، شما وقتی این معادلات رو کشف میکنین که این چگالی ها چه معادلات رو حل میکنن، اون موقع یا معادله اویلر هست یا معادله نوی‌استوکس هستش و اینها پی دی هستن، اینوش معادلات دیفرانسیل هستن و یه دنیای مسوسکاپیک هستش که بین این دوتا هستش که برای گازهای رقیق ارائه دادن. این برمیگرده به کارهای بولتزمن. اونجا هم شما از این به اصطلاح پدیده میکروسکوپی یه معادله دیفرانسیل به دست میارین که بهش میگن معادله بولتزمن، معادله‌ای بود که بولتزمن به دست آورد. و اون کارهایی که من میکنم در اصل ترانزیشن بین این دنیاهای مختلف، چطور اون دنیای میکروسکوپی این دو چنین سازگار هست با این توصیف ماکروسکوپی. حالا چرا ما به این موضوع اهمیت میدیم؟ به این خاطری که اولا میخواییم بدونیم که آیا این معادلات ماکروسکوپی واقعا درست هستن یا نه. این البته دلیل اصلیش نیستش، این یه حالت دلیل آکادمیک داره، ولی دلیل مهمترش این هستش که خیلی از این معادلات ماکروسکوپی رو ما درک خیلی خوبی راجبش نداریم. خیلی از مسائل حل نشده ریاضیات راجب اصطلاحی معادلات دیفرانسیل هست، مثل اویلر و نبی استوکس و بولتزمن ایکویشن. خیلی از سوالهای اساسی و مرکزی این معادلات هنوز حل نشده است، درک خیلی کاملی از این معادلات نداریم. درنچه شما وقتی که اصطلاح این توصیف میکروسکوپیش رو هم مد نظر بکنیم، میتونه کمک کنه شاید ایده های جدیدی پیدا بکنه برای این معادلات ماکروسکوپی رو بررسی بکنیم. و یه علت دیگرش این هستش که شما وقتی از توصیف میکروسکوپی به توصیف ماکروسکوپی میرین، یه مقدار از به اصطلاح داده ها رو از دست دادین، برای اینکه توصیف ماکروسکوپی توصیف ایدئال هستش و فقط بعضی پارامترهای مهم رو در نظر میگیره و شما میخواین ببینید که شما نمیخواین همه اطلاعات میکروسکوپی رو از دست بدین، میخواین راهایی رو پیدا بکنین که بعضی از اون اطلاعات رو که فکر میکنین مهم هستش رو به دست بیارین، هنوز نگرش دارین. حالا این چه رفتی به احتمالات داره؟ داستانش اینجاست که برای خیلی مسائل وقتی که شما چگالی ذرات رو در نظر میگیرین و معادله رو به دست میارین، این در اصل یه حالت به اصطلاح سافستیکیتد اولین قضیه که در احتمالات یاد میگیرین به نام قانون اعداد بزرگ. شما مثلا یه سکه رو که میندازین که به اصطلاح شی یا خط، زمان ما میگفتن شی یا خط، بعد انقدر سکه ها عوض شده خدا میدونه اسمش چیه، شما یه سکه رو که میندازین، اون اصطلاح داده میکروسکوپی اینی هستش که شما هزار بار وقتی این سکه رو میندازین دقیقاً چه اتفاقی افتاده. و اون توصیف ماکروسکوپیش این هستش که اگر تعداد دفعاتی که شیر اومده به هزار تقسیمش بکنین، یه عددی تقریباً یه دوم. یه دوم اون توصیف ماکروسکوپیش هستش. حالا اینو تعمیم بدین عوض یه دوم فرض بکنین جوابی معادل دیفرانسیل به دست بیاره. این دقیقاً اتفاقیه که میفته وقتی معادلات رو ما می‌خوایم به دست بیاریم. و جالب اینجاست که حالا این شی یا خطی که انداختین یه دوم رو حاصل کردین که توصیف ماکروسکوپیش هستش، یه چیزی به نام قانون حد مرکزی وجود داره که میگه که این داده‌ها رو که نگاه بکنین دور این یه دوم داره فلکچوئیت می‌کنه. یعنی شما وقتی که به مدارش نگاه میکنین عوض هزار بار بگیرین N بار اون کار انجام میدین،
وقتی این رو افزایش میدین، وقتی نگاه میکنی این نوساناتی که دورینگ دوم رو انجام بده میخواییم درکش کنیم، و این نوسانات رو وقتی درکش میکنی اینی که یه پدیده نرمال به وجود میاد، و این پدیده نرمال فقط برای شیاخت نیست، برای خیلی از اتفاقایی که در احتمالات میفته همیشه این پدیده نرمال ظاهر میشه. این دست ما بهش میگیم یونیورسالیتی. با اینکه مدل های مختلف رو شما در نظر میگیرین، وقتی به این نوسانات میرسه، اینکه همیشه یه قانون نرمال حاصل میشه بر اساس اون قضیه حد مرکزی، این برای ما خیلی موضوع جالب هستش. حالا ما همین کارها رو در میکانیک آماری میخوایم انجام بدیم، یعنی اول اون معادلات دیفرانسیل رو به دست میاریم به عنوان تقریب اول از اتفاق میکروسکوپی میافته، بعد میخوایم ببینیم که آیا میتونیم معادلات دیفرانسیل رو به صورت ایمپروو بکنیم که یه قسمت از اون اطلاعات از دست رفته که وقتی به مثلا توصیف ماکروسکوپی شما سویچ کردین، یه مقدار از اون اطلاعات از دست رفته رو به صورت یونیورسال ما بتونیم درکش بکنیم. در اصل شاید بگن که تقریبا 90% کار من تو این هیته هستش که برای مدل‌های مختلف، برای پدیده‌های مختلف، برای مدل دیفرانسیال‌های مختلف شما می‌خواید درک بهتری رو ارائه بدید. حالا برای این کار یه چیزی که احتیاج داره شما بدونین احتمالات هست، برای اینکه خب یه داده‌ها تعدادشون خیلی زیاد هستش و دونستن این داده‌ها همیشه خیلی مفید نیست. شما خیلی سخت کار بکنین تمام معادلات میکروسکوپی رو به دست بیارین، شما با 10^23 تا داده نمیدونین چی کار بکنین، و روش‌های آماری به ما کمک میکنه که اینا رو به اصطلاح ردیفش کنیم و یه چیز جالبی از توش در بیاریم. شما اگه توصیف ماکروسکوپی نگاه کنید، احتیاج به معادل دیفرانسیل یاد بگیرید. خب اون یه طولی هستش که شما میتونین اکسپلور بکنین، یاد بگیرین اینا رو انجام بدین. شما مثلا دنیای میکروسکوپی نگاه کنین، اینا یه سیستم های دینامیکی هستش، درنشه شما میخواین یکم چیزای دینامیکی رو درک بکنین، چون این مدلی که شما دارین یکی از مهمترین مدل های سیستم های دینامیکی هستش. و شما شاید باورتون نشه، این روزها من دارم ایده های هندسی رو اکسپلور میکنم. یکیش مثلا هندسه سیمپلکتیک هستش که در اصل با اینکه اسمش هندسه سیمپلکتیک هست، مبدأش برمیگرده به سیستم های دینامیکی که بهش میگن سیستم های همیتونی، و این مدل های میکروسکوپی که ما داریم همشون سیستم های همیتونی هستن. و موضوع این هستش، یعنی مد نظر اون سوالاتی هستش که در میکانیک آماری در فیزیک میفته، یا حالت بافت وقتی که اون به اصطلاح مرزها در حال تغییر هستش، یا موقع آتش سوزی، شما میتونید مثال های مختلفی رو پیدا بکنید. اونها هدف های اصلی هستش که ما میخوایم یه درکی در موردشون داشته باشیم. حالا شما چه طولی احتیاج دارین، اون دیگه بستگی داره که فکر بکنین چه طولی به دردتون میخوره، و هر طولی که شما فکر بکنید که ممکنه در این مورد مفید باشه، خب بعد بریم اکسپلورش کنیم و استفاده بکنیم. حالا شما اگه احتمالات بدونید، اون شهود احتمالی بهتون کمک میکنه درک بهتری از این پدیده‌ها داشته باشین. هندسه یاد بگیرین. این از اون موقع که من سیمپلگی جیومتری رو اکسپلور کردم، کاملا شهود من رو عوض کرده. یعنی این به اصطلاح یه تول باکس داره دیگه. این الان تول باکس من یه چند تا آچار جدیدم توش گذاشتم که میتونه کمک بکنه. بنشه باید واقعا یه داستان اینجا این هستش که چه تکنیک هایی رو باید یاد بگیرین، دیولپ بکنین که مسئله حل کنین. یکی خود مسئله چی هست، و بر اون مسائل من مثلا این موضوعاتی که در استاتیستیکال مکانیکس هستش و در ماتماتیکال فیزیکس یا بیولوژی کار گذاشت، در بیولوژی هستش، در خیلی مسائل مهندسی هستش مثل گیم تیوری، کنترل تیوری، اینا همه به هم دیگه ربط دارن. اون یه موضوع، یک طرف داستانه. طرف داستان این هستش که چه تکنیک هایی شما احتیاج دارین که استفاده کنید تا اون مسائل رو بتونین حل کنید. یه تجربه‌ای که داشتم با ریاضیدان های جوان این هستش که من خودم دانشجو هستش که مثلا ترم پیش دو تا درس دادم،
یکی یه درس گراجویت بود در سیستم های دینامیکی، یکی سیمپلکی جیومتری، و من خیلی دانشجو داشتم که هر دو درس رو گرفته بودن و منم مخصوصا این دو درس رو با هم دادم، چون میخواستم به خیلی بگم که اینا با هم دیگه ربط داره. سیمپلکی جیومتری فقط جیومتری نیست، ربط داره به سیستم های. و خود منم اینو به این خاطر اراده دارم چون یه مسائلی مد نظرم هستش که میخوام از این فرصت استفاده کنم اینها رو نظم بهشون بدن، این چیزایی که میدونم در مورد این دوتا. من دانشجو داشتم در کلاس سیمپلکی جیومتری، میان میگن که این اصلا بیگانه است، این به اصطلاح اون لنگویجی که من استفاده میکردم خیلی هندسی نیست، به خاطر مثلا تجربه خود من خیلی انالیتیک هستش. و من چیزی که به خیلی از این دانشجوها گفتم این که ببین، به طور مذهبی به این موضوع نگاه نکنین که مذهب من این هستش دیگه، من چیز دیگه نمیخوام یاد بگیرم. اصلا اینجوری نیست، شما باید به اصطلاح اوپن مایندد باشین، این که بذارید رشته های دیگر رو اکسپلور کنین و از خودتون همیشه این سوال بپرسین که میتونم. همیشه چند تا مسئله خوب تو ذهنتون باشه و وقتی که تجربه میکنین رشته‌های دیگر رو، همیشه از خودتون بپرسین که شاید من بعضی از ایده های این رشته رو، شهودی که این رشته به من ارائه میده، شاید بتونم استفاده بکنم، اون مسئله رو با دید جدید نگاه کنم. این چیزیه که طول میکشه تا آدم به اصطلاح چی میگم بره تو خونش درک بکنه. اینو وقتی خود من وقتی که خیلی جوان بودم اصلا هیچ ایده ای نداشتم، من بهتون داستان خودم رو کوران رفتن و اصلا یه مدت طول کشید تا من به اصطلاح چی میگن I open to all these new viewpoints، این ایده های جدید رو خیلی به اصطلاح بعد اون فلکسیبیلیتی خیلی مفید هستش که خیلی اصرار نکنی که خب حالا من رشتم جبره دیگه چیزی دیگه نباید یاد بگیرم، یا اینکه اگه یه کسی راجع به یه موضوع حرف زد این موضوع فقط جبر نبود دیگه به درد من نمیخوره. دیگه اونجوری رو بخواییم فکر بکنیم و خودتون رو خیلی محدود کرده. اتفاقی خاصی بود که تو در واقع از این رها شدی، از همین تفکری کردن گفتی من مثلا اون گفتی ریاضیات رمانتیک به سمت کار برد، یا اینکه هم به تدریج در واقع اتفاق افتاد دیگه؟ به تدریج بود، یعنی شما ببین یه موضوع فرهنگی هستش دیگه، شما وقتی که کورانت برین اونجا یه دنیای کاملا متفاوتی بود با اون دنیایی که من باهاش آشنا بودم، دنیای اول من که در ایران بود و دنیای دوم من که دانشگاه ویرجینیا بود. و کوران واقعا یه دنیایی به من ارائه داد که متفاوت بود از این دنیاهایی که من باش آشنا بودم، و یه قسمتش این بود که خب اولش من خیلی راضی نبودم، ولی خب سخنرانی‌های مختلف رو شما میرید، کلاس‌های مختلف رو میگیرید، این یواش یواش اتفاق میفته و میبینید که نه این هم همچین بد نیست، این هم چیزهای خیلی جالبی برای ارائه دادن داره. این من واقعا هیچ به اصطلاح ادوایس خاصی که برای این ندارم که چطور ممکنه اتفاق بیفته، برای خود منم گفتم یه مدت طول کشید تا قبولش کردم، ولی گفتم این داستان فرهنگی داره دیگه، شما در یک شرایطی باشین که چنین فرهنگی وجود داشته باشه یواش یواش میپذیریدش. قبل اینکه در واقع مصاحبه شروع بشه، پسرم آخه داره ریاضی و کامپیوتر میخونه، بهش گفتم با تو مصاحبه میکنم، بعد یه سوالی جالبی پرسید، گفتم که در واقع تو هم حالا به این تعبیر در واقع شاید که الان خیلی تعبیر درستی نیه نباشه محض کار بود و این چیزا، گفتش که آیا اون موقعی که داره دوی سال محض کار میکنه و کاربردی کار میکنه نوع تفکرش فرق میکنه، نوعی که به مسئله اپروچ میکنه فرق میکنه؟ بله، ببینین شما این کارهایی که من میکنم همه برمیگرده به یه موضوعی اصلا در فیزیک یا بعضی موقع توی بیولوژی، خیلی از این به اصطلاح مدل‌ها هستن که برمیگرده به بیولوژی. شما ببینید وقتی که روی مسئله کار میکنین که از یه موضوعی در فیزیک اومده، بعد ایده ای نیست شما یکم اون فیزیک رو یاد بگیرید، چون به شما کمک میکنه شهودی رو براش بسازین که خیلی مفید هست در حد زدن که مثلا چی میتونه درست باشه چی میتونه درست نباشه براش.
و برای اینه که هرچی شهود بیشتری داشته باشین امکان این که شما موفق باشین در اون پروژه یا اون مسئله بیشتر میشه. شما فرض کنید یه مسئله که فیزیک میاد، خب من میرم یکم راجب فیزیکش میخونم که ببینم فیزیکدان ها راجبش چجوری فکر میکنن، و فیزیکدان ها به خاطر اون شهود قوی که دارن اتفاقا خیلی موفق هستن برای اینکه حدسای موفقی رو فرموله بکنن. و بعد که میبینم که بعضی از ایده های احتمالات میتونه کمک بکنه که اون مسئله رو ما حل بکنیم، خب من هرچی احتمالات که مربوط به اون موضوع هستش سعی میکنم در لیترش پیدا بکنم. و به اصطلاح ما بهش میگیم بیگ پیکچر. خیلی مهمه که شما اون بیگ پیکچر رو داشته باشین، و اون برای اینکه اون تصویر بزرگ راجع به مسئله داشته باشین خیلی مهم هستش که این کاربردها رو تحتوش در بیارین. چرا اینا این مسئله رو فرمولی کردن؟ شهودشون چی بوده؟ و این خیلی مفیده وقتی که شهود اونا رو درک میکنیم به شما کمک میکنه مسئله رو به طور محض و ریاضیوار حلش بکنیم. خیلی موقع برعکسش میشه، من مثلا یه مسئله رو حل میکنم بعد میگم این پس اینجوری بر من بهش نگاه میکردم، چرا قبلا من ندیدم مسئله رو؟ به سلام ما بهش میگیم you take it for granted. شما وقتی که مسئله رو حل کردین برای اینکه یه تصویر بهتری در موردش به دست آوردین که این بیگ پیکچر شما رو ایمپروف کرده. در نتیجه معمولا اگه روی مسئله حل میکنین هر چی که فکر میکنین مربوط بشه شما بعد ایده نیست برین تحتوش در بیارین ببینین چی برای گفتن داره، چون ممکنه کمکتون بکنه که مسئله رو حل کنه. سوال من واقعا هدفدار میپرسم، چون من با ریاضیدانی مختلفی دوست بودم، کار کردم یا حرف زدم یا به هر حال، و اصلا چجوری این تنظیم بین خوندن لیترچه و اینکه الان خود فریدونه که داره کار میکنه گیری چجوریه؟ لاغت برای من فکر کنم این در مورد همه درست هستش. شما وقتی یه چیزی یاد میگیرین یه کلاستر ایجاد میشه، مثل یک درخت میمونه. بعد وقتی که شما اکسپوز میشین به یه موضوع جدید، یه تکنیک جدیدی دارین یاد میگیرین، روش یادگیری ما این هستش که میایم اون چیز جدیدی که باش آشنا شدیم رو میبینیم به اون چیزایی که قبلا داریم کدوم شبیه هستش، بعد اینو میچسبونیم به اون یه تیکه‌ای که بهش شبیه هستش، و این باعث میشه که اون به اصطلاح کلاستری که نالج ما هستش که بزرگتر و بزرگتر هستش. ولی اینکه چیزای شبیه رو به هم دیگه چسبوندیم بی نهایت مفید هستش، چون بعدن که میخواین تو ذهنتون جاش رو پیدا بکنین که استفاده بکنه برای مسئله، با این شبیه سازی پیدا کردن جاش خیلی راحت تره. معتقدم که ما اینجوری واقعا یاد میگیریم چیزای جدید رو. و چون آدمای مختلف تجارب مختلف داشتن، بک‌گراند مختلف داشتن، یادگیری هیچ دو نفری از یه موضوع یکی نیست. و داستان اینجاست که من وقتی که میخوام لیترچر رو بخونم یکی از سخت‌ترین قسمت‌های ریاضی این هستش که من معمولا زبان دیگران رو نمیفهمم، چون مقالاتی که شما میخونین معمولا برای من سخت فهمیدن این که چرا این فرمولا درسته، این شخص چجوری این چیزها رو پیدا کرده، شهودش چی هستش. و داستان اینجاست که بعد از اینکه باش کلی کشتی گرفتم، بعدم که رابطش با اون چیزایی که قبلا من میدونم پیدا میکنم، تازه دوزاره میفته که موضوع چی بوده. و همیشه آخر سر میگم که چرا اینجوری گفته، چرا اونجوری نگفتش. و داستان اینجاست که خب اون شخص برای اینکه بک‌گراندش با من فرق داشته، در ضمن این روزها مقالات رو جوری مینویسن که اسم کوتاه‌تر و فشرده‌تر و ایمپرسیو‌تر باشه که راحت‌تر پابلش کردنش یا دلایل دیگری. و معمولا کسی وقتی مقاله رو می‌نویسه راجع به شهودش و اینکه چجوری اینو کشف کرد و بیگ پیکچر هستش، خیلی ها راجع به اون قسمت نمی‌نویسن. و این کاری که من می‌کنم این هستش که وقتی که این موضوعات رو یاد گرفتم بلافاصله برای خودم می‌نویسمش به زبانی که برای خودم آشناست. شما اگه هوم پیج من نگاه بکنین راجع به خیلی از موضوعات من نوتس نوشتم که اینا تایپ شده است. شما اینجا رو نگاه بکنه اونا نوشتهای دستی منه که هنوز تایپ نشده، تو این کابینت همش پره. و داستان اینجاست که خب
در راه انجام دادن ریاضی شاید بگم من هزاران مقاله و تکنیک و چیزهای مختلف رو یاد گرفتم و بعدم خیلی اینا رو فراموش میکنم، ولی یه چیزی در موردش یادم هستش که دوباره به دردم خورد، دوباره فکر کردم که اون تکنیک به کارم میاد، بلافاصله با اون نوت و اون نوشته میرم و وقتی که اونو میخونم بلافاصله تمام داستان میاد تو دستم. یعنی دیگه احتیاج است من اون پروسه دردناک اینکه یه گره کوری رو قبلا باز کردم، دیگه اون پروسه اصلا احتیاج نیست و این برای من خیلی موفق‌آمیز بوده. این خیلی مهم هستش که شما وقتی لیتریچر رو اکسپلور میکنین به اصطلاح تصویر بزرگ و یا اون تصویری که به نظر خودتون خیلی منطقی میاد و با اون چیزایی که قبلا میدونستین سازگاری داره، اون رو برای خودتون پیدا بکنین. برای من این خیلی واجبه، اینو من حتما باید پیدا بکنم، وگرنه اون موضوع برای من یه موضوع بیگانه است، هیچ درک خوبی راجع بهش ندارم. از این واژه شهود احتمالاتی خیلی استفاده کردم، نمیخوام، میدونم که اصلا تعریف کردنش غیر ممکنه، ولی همزمان با معمولا هر بار استفاده کردی همزمان با اون جعبه ابزاره استفاده میکردی، یعنی مثل اینکه یه جورایی یکی نیستن، برات یکی ان، یکی نیستن. شهود احتمالی احتمال من یا شهود هر چیزی احتمالاً منظورت این نیست که شاید تو فقط جعبه ابزار توشو بیشتر کنی، یه چیزی بیشتر از اون. یا اینکه تعریف کردنش سخته، مثلا شما در نظر بگیرین یه اپراتوری وجود داره به نام لاپلاس، این مدل دیفرانسیل هستش، مثلا مسئله دیریشلو و پواسون و این چیزها. شما اگه به حرکت براونی آشنا باشین میتونین به کمک اون یه فرمولی ارائه بدین برای حل خیلی از این معادلات دیفرانسیل. و مثلا مسئله پواسون که مسئله کلاسیک در آنالیز و پی دی و فیزیک هستش، رب داره به این که یه حرکت براونی رو توی یه مجموعه از یه جا شروع میکنیم بعد میذاریم حرکت بکنه به طور تصادفی، یه جا اون لبه میخوره، بعد اونجا میخوایم این احتمالش چیه. شما نگاه کنید یه مسئله پی دی داشتین که یه شخصی که در پی دی هستش دیدش کاملا متفاوت هستش، یه کرنل وجود داره، یه فرمول مینویسه میگه خب این یه کرنل، این یه انتگرال، من با این انتگرال بهش نگاه میکنم، ولی یه دفعه شما به عنوان یه احتمالدان یه تصویر کاملا جدیدی از موضوع دارید. راجبی حرکت اگه حرکت براونی رو خیلی خوب درک کرده باشین میتونین خیلی مسائل حل بکنین که با اون راه حلی که یک متخصص مدل دیفرانسیل ممکنه خیلی فرق باشه. اینجاست که شهود میتونه تأثیر بذاره. و چون که همونجوری که من پیشنهاد کردم شما نمیخواین خودتون رو لیمیتد بکنین، من ترجیح میدم هر دو رو بلد باشه، هم این طرف هم اون طرف. یعنی یه مدت اونجوری بهش فکر میکنم مثل یک پی دی، وقتی سرم به سنگ خورد به جایی نرسیدم سویش میکنم به این اینتویشن. اصلا علتی که خیلی چیزایی که من یاد گرفتم برای ریاضی به این خاطر بوده که به اصطلاح کفگیرم تای دیک خورده، مسئله‌ای که میخواستم حل بکنم تمام توزاشو یاد گرفتم و به این نتیجه رسیدم. خیلی از این مسائل الان اینجا نگاه کنم روی میزم هنوز اینجا نشستن، تمام عمرم من روی مسائل گذاشتم و هنوز نتونستم حل بکنم. شما وقتی کف گرفتین تای دیک بخوره بهتره این که برین به اصطلاح طول جدید پیدا بکنین. مثلا من کلی وقت گذاشتم روی معادله بولتزمن و اینکه شما چطور میتونید معادله بولتزمن رو از یه مشت کوبی که به طور میکروسکوپی سرعت دارن و به هم برخورد الاستیک دارن چجوری میشه اون رو به دست آورد و معادل بولتزمن جواباش چجوری رفتار میکنه. خب اول وقتی من شروع کردم تنها طولی که داشتم احتمالات و مکانیک آماری بود، بعدم نتونستم مسئله رو حل بکنم، بعد رفتم تمام تکنیک های پی دی رو در موردش یاد گرفتم نتونستم مسئله رو حل بکنم. بعد کلی بارها من درس سیستم های دینامیکی دادم و کلی تولز اونجا یاد گرفتم، چون این یه حالت بازی بیلیارد دیگه، کسانی که در سیستم دینامیکی کار میکنن کلی قضیه و نظریه راجب بیلیارد ها دارن
من همه اونا رو یاد گرفتم که برگردم ببینم با این مسئله اولیه که من داشتم میتونم یه حل بکنم یا نه. دوباره به نتیجه نرسیدم و موضوع اینجاست که حتی به نتیجه نمیرسین معنیش این نیستش که اون سیستمای دینامیکی به دردتون نمیخوره و به شما کمک نمیکنه. معنیش این هستش که هنوز دیدتون اونجور باز نشده که اون به اصطلاح کلکی که احتیاج داره، اون به اصطلاح میسینگ پیس رو نتونستین هنوز پیدا بکنی. برای این من وقت شروع کردم هندسه رو اکسپلور کردم، برای اینکه سیستم های هندسه سیمپلکتیک ربط داره به سیستم های همیلتونی و سیستم این بیلیارد خودش سیستم همیلتونی هستش. این اتفاقا کمک کرد که این دید سیستم های دینامیکی که من قبلا باش استفاده میکردم حالا درک بهتری ازش داشته باشم، چون خیلی چیزا راجع به بیلیارد بود که من نمیدونستم تا اینکه هندسه سیمپلکتیک رو یاد گرفتم. اینجوریه، اینجوری شهودتون رو کمک میکنه. اینجوری این یکی از دلایلی هستش که شما میخواین تولهای جدید یاد بگیریم که هم تولتون تول باکستون بزرگتر بشه هم که شهودتون رو کمک میکنه، چون وقتی تکنیکای جدید یاد میگیریم اون بیگ پیکچر رو ایمپروف میکنه. یه مسئله سیاوش زمانی که من باش درس داشتم به ما داد این که یه نرم داریم که از یه ضرب داخلی میاد ثابت کنیم که نرم x به علاوه y به علاوه نرم y به علاوه z به علاوه آره اینو من یادمه. سیاوش یه بار مسئله رو مطرح کرد توی همون سمیناراش، درسته؟ داستان خودت هم با این، من قبل از اینکه باقیش رو بدم داستان خودت هم با این مسئله یادته؟ من قبل از اینکه در واقع بگم ببین داستان اینجاست که این مسئله رو مطرح کردم، یه چیزایی یادم هستش. بعد من با این مسئله یکم ور رفتم، بعد دیدم که اگر ضرب کواترنیون رو استفاده بکنیم مسئله خیلی ساده میشه. بعد یادم تو یه کاغذ خیلی کوچیک، اون موقع من عادت داشتم همه چیز خیلی ریز مینوشتم، این عادت رو ترک کردم البته، یادم دادم به بعد اون موقع خب تجربه هم نداشتم نمیدونستم خب حالا سیاوش بعد چیز به این کوچیکی رو بخونه و از زیر ضربین بذاره. بعد سیاوش به من گفتش که چیز حالا واجب بود تو چیز به این کوچیکی بنویسی. یادم تو یه دونه کاغذ خیلی کوچیک جاش دادم، اینقدر مسئله راه حلش کوتاه بود. بعد سیاوش اتفاقا کمک کرد، من اون رو برای من حتی تایپش کرد، اثباتش و اون اثباتی که من چیز کردم خیلی کوتاه بود و به من پیشنهاد کرد اینو من بفرستمش برای یه مجله، یکی از این مجله هایی هستش که برای به اصطلاح دانشجوهای آندرگراد هستش، چون میگفت مثلا اثباتش خیلی کیوت هستش. اونا رو یادمه. اینو من نمیدونم حتی مصاحبه صحبت کرده. این دلیلی که من تو مصاحبه صحبت کرد این بود که من این مسئله رو نتونستم حل کنم و این خیلی رو دلم مونده بود. خب بعد به سیاوش گفتم که ببین الان به عنوان معلم من راهنمایی کن که حلش کنم. بعد اونجا فقط یه اسپورت و اسم تو بود و این که راه حل چقدر قشنگ بود که حالا من الان که مسئله حل نکردم نمکی بود در زخم قبلی. حالا این واقعا یه سوالی داره. ببین چون خیلی از اوقات مثلا فرض کن یه نفر که خلاقیت، حالا نمیخوام واقعا رو واژه خلاقیت مانا رو بدم، یعنی یه حرکتی میزنه که برای دیگران متفاوته، خب برای دیگران متفاوته ولی برای خود اون آدم یه چیز طبیعیه که اتفاق افتاده. میدونی مثل همین مسئله برای تو یه چیز طبیعی. و برای من این جالب، یعنی این داستانی که گفتی حس میکنم که یه جوابی شخصی الان برش دارم که این چیزای طبیعی که برات اتفاق میفته به نظر طبیعی ریشه کجاست، ولی خودت حسی داری از اون لحظه‌ای که اون مسئله داره حل میشه؟ ببین داستانش اینجاست که لااقل برای من اونطوری که ریاضی انجام میدم این که I wanna be exposed to everything و اینها یه جوری تو ذهنتون که هست، شاید قسمت سختش این هستش که شما یه مسئله خاصی رو که بهش مواجه میشین بتونین رد بدیم اون چیزایی که قبلا بهش اکسپوز شدیم. اون یه قسمتی که واقعا تجربه آدم میتونه یاد بگیره که چطور بتونین این موضوعات مختلف رو به هم دیگه رد بدین، برمیگرده به اصل موضوع دیگه. حالا شما هرچی اکسپوز بیشتر شده باشین به تکنیک های دیگر، خب شانسش رو میبره بالا. ولی یه قسمت دیگه‌اش این هستش که چطور توی ذهنتون اون جایی که
این تکنیکی که به درد این موضوع میخوره کجا نشسته و اون رو از اونجا بکشینش و ربطش بده به این. و الان حالا این داستان کوارتر نیونزی که گفتین احتمالا تو همون درسای سیاوش یه جایی راجع به کوارتر نیونز به من گفته، من یادم نیست، ولی چیزی که مسلمه که راجع به کوارتر نیونز من میدونستم. اتفاقا آره حالا یادم افتاد، حالا که شما گفتین حالا یادم افتاد. من یادم سیاوش یه چیزی گفت که برای ما خیلی جالب بود، اون کلاسی که درس میداد اون سخنرانی که کرد بعدن تبدیل به یه کتاب شد دیگه راجع به منیفولد. اون قبل از اینکه کتاب بشه اینو درس داد و توی همون دورانی که ما اون سمینارها داشتیم این درس هم ارائه شد توی دانشگاه تهران و اون درس رو من رفتم و قشنگ یادمه اون شاید تنها درس دیفرنشیال جیومتری که من در زندگیم داشتم اون درس بوده واقعا، چون بعدا من هیچ موقع درس دیفرنشیال جیومتری نگرفتم و به زبان فارسی هم بود و نوتاش هم من قشنگ یادم داشتم به زبان فارسی که الان کتابش به انگلیسی هست. اتفاقا سیاوش اون کتاب رو به من هدیه داد، خیلی خوشحالم که دارمش تو کتاب کنم. و یادم یه چیزی که تو اون کتاب گفت این بود که یه مسئله در توپولوژی بود راجع به فکر کنم فیکس پوینت ها که فقط در بودهای خاصی جواب داشت، در بود 3 و 7 و یادم گفتش به خاطری که در این بودا ما این ضرب ها رو داریم یک کوارتر نیونز هست و اون موقع که راجع به کوارتر نیونز ها یاد گرفتم. حالا در چه مرحله بعد از اون این مسئله رو مطرح کرد اصلا من اون یادم نیست چه اتفاق افتاد، ولی این چیزی که مسلمه از خود ششانی من راجع به کوارتر نیونز ها یاد گرفتم که گرفتم متوجه شدم که اگه شما همون کوارتر نیونز اون ضرب رو استفاده بکنین چه اتفاق میفته. این اتفاقا این موضوع برای من اون موقع خیلی خیلی جالب بود، برای اینکه شما در نظر بگیرید یک کسی بهتون میاد میگه که مثلا شما کامپلکس نمبرز دارین، این تمام این اتفاقای خوب در کامپلکس انالیسیس میفته، ولی کسی بهتون نمیگه که این موضوع فقط در بود 2 میتونه بیفته، در بودهای دیگه این اتفاق نمیفته به این خاطر. و من یادمه که وقتی که این چیز رو در اون درس از سیاوش یاد گرفتم برام خیلی خیلی جالب بود که اون مثلا کامپلکس انالیسیس یه پدیده‌ای هستش که در این بود درسته و یه 2-3 تا بود دیگه هم هستش که یه چیز شبیهش میفته. خب برای اون برهه از زمان برام این فاسینیتینگ استوری برام خیلی جالب بود، یه جوری چون یه چیزی بود که ازش خیلی خوشم اومده بود یه جور تو ذهن من خیلی زنده بود، مثل یه فیلمی که شما می‌بینید و دوست دارید اون فیلم تو وجودتون زنده است. من اتفاقا خیلی فیلمایی که دیدم خیلی خوشم اومده بقیه فیلم بعدن اتفاق افتاده نه در سالن سینما، چون راجبش فکر کردم و این ایولف شده. بعضی چیزای ریاضی هم که می‌خونی اینجوریه، چیزای جدیدی که یاد می‌گیریم اگه به نظرتون خیلی جالب باشه توی ذهنتون شروع می‌کنه به ایولف کردن و اگر خیلی دوست داشته باشین اون موضوع رو بعدا خیلی سریعتر به ذهنتون میاد میتونه کمکتون بکنه. به عنوان یه آدم که بیرون به کار فریدون نگاه میکنه مثلا تو مثلا یه مسئله رو میخوام دقیقا همون سوال قبلی من دنبال یه واژه میگردم از نظر خودت، مثلا من میگم اینکه عجب خلاقیت جالبی زد، مثلا اینکه تو من یه پیپر رو میخونم به کار فریدون رو میبینم به نظرم خلاقیت میرسه. خب میخوام بدونم برای خود تو اگر خود تو به عنوان آدمی که انجامش دادی خب اگر بخوای اسم روش بذاری چی اسمی میذاری؟ ریلیف. ببینید روی مسئله خیلی کار میکنین و واقعا بیشتر موقع شما به اصطلاح سنگتون چی میگن سنگتون به هدف نمیخوره. یعنی اگه من بخوام زندگیمو توصیف بکنم بیشتر موقع شکست بوده تا پیروزی بیشتر موقع. و وقتی که یه مسئله رو حل میکنی که بالاخره به نتیجه میرسه یه حالت ریلیفتوری داره و این میگه که اینجوری من باید باش راجبش فکر میکردم. خیلی جالب اینجاست که شما وقتی یه مسئله حل میکنین معمولا اون راهی که بهش میرسین راه خیلی خوبی نیست، چون اینقدر راههای مختلف انتخاب کردیم و شکست خوردیم و دوباره برگشتیم و انجام دادیم یه حالت به اصطلاح کج مووجی هستش. خیلی موقع برای من خیلی مفید بوده که برگردم بگم خب حالا که مسئله رو حل کردم چرا این کار کرد،
چرا قبلا من ندیدمش؟ اون موقع یواش یواش همین اثبات شروع میکنه طبیعی تر و طبیعی تر شدن. من طبقا ترجیح میدم واسه اینکه بهش خلاقیت به عنوان خلاقیت فکر کنم، بهش به یه راه طبیعی فکر بکنم، و اگر اون اثبات اتفاقی که من کشفش کردم بعد از کلی زحمت و اذیت و ناراحتی، اگه من بتونمش این رو به صراحت پالشش بکنم و بفهمم چرا کار کرده، این بعدا کمک میکنه بر مسائل در مسائل دیگه که من راجع به فکر میکنم. نشه همیشه من بر میگردم ببینم که میتونم بفهمم چرا این کار کرد بالاخره، این چرا من قبلا متوجه نشدم، و این خودش یه قسمتی از ماجرا هستش، میتونه خیلی کمک بکنه که درک بهتری راجع به مسئله داشته. چون هیچ موقع حل یک مسئله پایان اون مسئله نیست، تازه یه مثلا جاده جدید رو ارائه میده که شما میخواین حالا با توجه به این داده جدید که نه حالا من میدونم یه چیزی اینو میتونم حلش بکنم، حالا برگردم ببینم من مسائل دیگه هم میتونم حل بکنم یا نه. در نشه من به اتفاق و حادثه و چی میگم میرکل و معجزه و اون چیز اصلا معتقد نیستم. یعنی ممکنه اتفاقی بعد از کلی زحمت و سعی کردن به یک راه حل برسید، ولی خیلی مفید هستش که بفهمین چرا اون راه حل کار کرده. در تمام مسابقه که من انجام دادم که میدونی تعدادش خیلی زیاده، این فصل پنجمه، فقط دو تا آدم از کلمه شانس استفاده کردن. آدم قبلی در واقع خب خیلی نگاه مذهبی به چیزها داشت، خب و تو بر من جالبه که تو استفاده نکردی با توجه به احتمال کار میکنی به هیچ نکته خوبیه. شانس ببینید، شانس که نیست، شما حساب بکنید که سالها روی یه موضوع کار کردین، هزار راه مختلف رو استفاده کردین، به نتیجه نرسیده. یعنی هر شکستی خودش یه یادگیری داره. من همیشه به دانشجوام میگم که همیشه بهشون یه چیز خیلی مفیدی که بهشون میگم این هستش که داشتن یه راه حل غلط بهتر از هیچ راه حلی داشتنه. به این خاطر هستش که شما وقتی سعی خودتون میکنین ممکنه بعضی نکات رو نبینین و فکر کنین مسئله رو حل کردین، بعد میریم نگاه میکنیم اینه نه این کاملا درست نیست، مثلا شاید بگم 50% درسته 50% غلطه، ولی از خودتون دارین یاد میگیرین. در نشه به شانس نیستش، شما یه چیزی رو سعیتون رو کردین، یه راه حلی رو ترای کردین به اصطلاح و به نتیجه نرسیده، ولی شما باید از اون که این به نتیجه نرسید باید یه چیزی یاد بگیرید، بعدا اون راه حلی که یکم کج و موبرج بوده یکم راسترش بکنین و اینقدر این رو ادامه بدین تا به نتیجه برسه. در نتیجه شانس نیست، این در اصل اون روش هایی که سعی کردین یا در حین حال هم رفتین سخنرانی دیگران رو گوش دادین، چون اونم کمک کرده شما شهودتون بهتر باشه، درس دادین، کلاسایی رو درس دادین، اون کمک کرده شما اون به اصطلاح تصویر بزرگتون بزرگتر بشه، و در این حال هم دارین روی مسائلی خب کار میکنه. اینا همه دست به دست هم دیگه در زمین ناخودآگاهتون دارن به شما کمک میکنه. حالا آخرش هم میگه خب خوش شانس بودم این هر شد. Not exactly. یه قسمتش واقعا تصادفی هستش، شما بستگی داره تجربه شخصی ما چی هستش، به چی چیزایی اکسپوز شدیم، چه مثلا کارهایی کردیم. خب این به خاطر اینکه این داده ها خیلی زیاد هستن شما میتونید اسمش رو تصادفی بذارید، یه قسمتش شاید تصادفی باشه، ولی اصلش این هستش که شما دارین روی مسئله کار میکنین و روش های مختلفی رو امتحان کردین. خب بالاخره اگر احتمال این وجود داشته که مسئله حل بشه، خب بالاخره حل شد. موقعی که داشتی این در مورد کارات میگفتی و اکثر فیزیکدانایی که اسپوردی، برای خود من جالب بود، اصلا سوالم نیست، کامنت واقعا تقریبا اواخر قرن 19 هم و اینان، و اینکه در واقع تو چقدر مثلا فرض کن الان ریاضیاتی که داری انجام میدی همچنان با اون فیزیک سر کار داره، برای من خیلی جالب بود. 100% 100% شما حساب بکنید که مثلا
من این دو تا کلاسی که ترم پیش دادم، سیستم‌های دینامیکی و هندسه سیمپلکتیک، هر دوشون برمیگرده به یه شخص و اون شخص پوانکار است. و برای من واقعا خیلی جالب هستش که این شخص با اینکه خودش میگفت من روزی 4 ساعت بیشتر کار نمی‌کردم و میذاشته بقیه اتفاقا در ضمیر ناخودآگاهش اتفاق بیفته، معتقد بود که بهتره وقتتون رو بذارین مثلا روزنامه بخونید، چون بعد بذارین ضمیر ناخودآگاه بقیه کارا رو انجام بده. یعنی 2 ساعت مثل که صبح کار میکرده، 2 ساعت بعد از ظهر بعد بقیه‌اش رو کار دیگه میکرده. ولی یک آدمی بوده که خیلی اوریجینال بوده. تمام سیمپلیفی جیومتری برمیگرده به کشف پوانکاره و سیستم‌های دینامیکی هم همچنین ایده های اولیه همه برمیگرده به پوانکاره. و جالب اینجاست که پوانکاره یه هدف خیلی مشخصی داشته و اون مکانیک سیالات بوده. شما معادلات نیوتن رو میخواستین حل بکنین برای تعدادی سیاره و چون راه حل صریح براش وجود نداشته، فقط وقتی دو تا سیاره داریم یه راه حل سریع برای معادله نیوتن هستش که نیوتن راجبش میدونست و تونست استفاده کنه از اون و بگه که نظریه من اون مشاهدات کپلر رو توضیح میده. ولی به محض که از دو تا ذره یا دو تا سیاره به سه تا میرید دیگه هیچ راه حل سریع وجود نداره. و در اصل کاری که پوانکاره کرد که باعث شروع سیمپلیکتی جیومتری هست و سیستم‌های دینامیکی این هستش که خب این یه واقعیته. دانش ما به طور به اصطلاح کوالیتیتیولی این رفتار جواب‌ها یا این اوربیت‌ها رو درک بکنیم. وقت شروع کردیم مدل‌های توی مدلزها، مدل‌های ساده رو فرموله کردن و اونا کار کرد و این باعث شد این دو تا رشته به وجود بیان. و می‌بینید که درست همون اتفاقیه که امروز هم داره می‌افته. شما یه مسائل اساسی دارین که دیگران بهش اهمیت میدن و موضوع اینجاست که چه اون باکسی براش بسازیم که بتونه اون مسئله خاص رو حل بکنه. و این خودش منجر شده به رشته‌های مختلف در ریاضیات. حالا یکی ممکنه بعداً سیمپلیتیک جیومتری در جیومتری استفاده کنه و یادش بره که هدف اولیش چی بوده، یا همچنین در سیستم‌های دینامیکی. ولی اون کاری که به اصطلاح ریاضیدان‌های خوب اون موقع کردن، اونها خیلی مسائل کانکریتی مورد نظرشون بوده و راجع به اونها کار می‌کردن. اینو هیچ موقع نباید فراموش کرد. اصولا نگاه فلسفی به ریاضی داری؟ نه، من دست تنها فلسفه من فلسفه بی فلسفه بودن هستش. یعنی ببینید همون چیزی گفتن یه مسائلی هستش که من فکر میکنم مهم هستش، مثلا در مکانیک آماری. بعد دیگه برای من مهم نیست چی به دردم بخوره، یا مثلا بخوام فلسفه چینی بکنم که بگم خب احتمالات این چیزها رو ارائه میده. اصلا اینجوری نیست. مثلا اگر ببینم که احتمالات اونجور داره به من کمک نمیکنه، میرم یه نگاه دیگه‌ای بهش در نظر میگیرم. من اصلا این هستش که شما اون مسائل اولیه رو بعد مد نظر بگیرین که فکر میکنین مهم هستش. حالا تعریف مهم بودن این هستش که خب مسائلی هستش که خیلی در نظر گرفتم و تعداد کسانی که به این مسائل اهمیت میدن خب خیلی زیاد است، به دلیل خوبی. دلیلش هم خب خیلی موجه هستش. مثلا پوانکاره بی دلیل روی این مسائل کار نمی کرده، چون خیلی ها بهش اهمیت می دادن. و بعد بقیهش دیگه اینکه چی کار من بکنم این مسائل حل می کنم، باید اصلا به اصطلاح نباید نه غیرتی بود در این مورد، نه مذهبی داشت، نه فلسفه خاصی داشت. فقط باید مثل یه بچه کوچیک که میخواد به هدفش برسه و هر کاری ممکنه به خاطرش بکنه، همه چیزو سعی کرد. فلسفه من دست اینه. این چیزی که دست بال منو بگیره رو نمیخوام در نظر بگیرم. سعی میکنم خودم رو کاملا آزاد نگه دارم. سوالی بوده که بدونی که حل میشه و
بالاخره وقتی میگم مثلا موضوع تا یک سال دو سال نیست، تا موضوع مثلا فرض کن شاید یه ده هست مثلا. نه چون خیلی از این مسائل رو من دارم و هنوز حل نکردم. آیا من قدیم پیشبینی کرده بودم؟ ببین شما حساب بکنین، پیشبینی در ریاضیات غیر ممکنه. اگرم یه پیشبینی کردیم به خاطر این بوده و پیشبینیتون غلط بوده به خاطر اینکه مسئله رو خوب درک نکرد. شما براتون مثال بزنم، مثلا من وقتی که من یه سری مقاله نوشتم در سالهای 90 راجب اینکه معادله بولتزمن رو از سیستم‌های میکروسکوپی به دست بیارم، مسئله اصلی راجب همین مدل بولتزمن و مکسول بود که این توپ‌ها به صورت دینامیکی در حال حرکت هستن و من این مسئله رو نتونستم حل بکنم و این مسئله هنوزم حل نشده است. مسئله خیلی مثلا مرکزی و مهم هستش در این رشته و من تونستم مسئله رو تا حدودی حل بکنم به شرطی که این سیستم میکروسکوپی که مد نظر بود من بهش یه چیز تصادفی اضافه کردم. یعنی این توپا که دارن حرکت میکنن وقتی به هم دیگه میرسن عوض این که به هم برخورد بکنن، این ذرات به طور به اصطلاح دترمینیستیکلی، من بهشون یه دونه به اصطلاح تاسم دادم که این اول باید تاسه رو بندازن و بر اساس نتیجه اون تاس تصمیم بگیرن این برخورد انجام بدن یا نه، وگرنه از بغل هم دیگه میگذرن بدون که هیچ اهمیتی به هم دیگه بدن. من وقتی که اون حالت تصادفی رو بهش اضافه کردم مسئله رو تونستم کاملا حل بکنم و بعد از اینکه این کارو کردم من قشنگ یادم اولین بارم بود که در پاریس بودم در مؤسسه IHES یه پروگرامی داشتن، من دعوت کرده بودم، من 4 ماه اونجا بودم. من 4 ماه وقت گذاشتم که و این کارهایی که یه در استاتستیکال فیزیکس کرده بودن که به اصطلاح راجب اندازه های گیبس هستش، به اصطلاح بهش میگفتن پرتربیشن تیوری، اینا پرتربیشن پرترب میکردن همه چی رو، بس میدادن و این خیلی از این مسائل حالت تعادلیش رو تونسته بودن اثبات بکنن برای این گازها در حال تعادل. من ولی داشتم مسئله رو در حالت غیر تعادلی بررسی میکردم که به مراتب سخت‌تر بود. اون موقع من فهم میکنم خب اینا رو من یاد میگیرم، خب مسئله رو در اون حالت حل میکنم چون الان تجربه دارم و به حالت تصادفی موفقیت آمیز بوده کارم. با تجربه‌ای که دارم اگه اون طولها رو یاد بگیرم شانس خیلی خوبی دارم که مسئله رو حل میکنم. 4 ماه رو این موضوع وقت گذاشتم به هیچ نتیجه ای نرسید. یعنی اون تکنیک ها رو یاد گرفتم، فکر میکردم که بتونم مسئله رو، یه چند تا مسئله ساده ترم برای خودم فرموله کرده بودم و فکر میکردم در این موضوع موفقیت آمیز باشه این کارم و قشنگ یادم یه درس هم دادم راجب این موضوع و تو این درس هم خیلی ریاضیان جوانی هم شرکت کرده بودم که اون موقع من نمیدونستم کی اونها بودن چون خیلیشون خیلی جوان بودن و این درس من به شکل لکچر نوتس بعدم پابلیش شد و 4 تا مسئله حل نشده اونجا فرموله کردم. یکی از اون مسائلی که من اونجا فرموله کردم یا لاغه برای زمانهای کوتاه قرار بود مسئله برای همه زمانها حل بشه، فکر میکردم واقعا بتونم حلش بکنم با اون تکنیکایی یاد گرفته بودم و نتونستم. در اون 4 ماه هیچ موفقیتی نداشتم. یعنی به این نتیجه رسیدم که من باید طولهای جدید به دست بیارم و شرایطی که من الان هستم به سر اون شرایطی هستش که ما میگیم کفگیر تهدیک خوردم، هیچ شانسی ندارم. جالب اینجاست که این مسئله که من فرمولی کردم یه خانومی تو کلاس من نشسته بود به نام لوخ سن ریمون که بعداً یه ریاضیدان خیلی برجسته شد، الان هم هستش، دوست خیلی خوب من هستش. اون مسئله رو جدیداً با 3 نفر دیگه در اون زمان کوتاه بعد از 20 و چند سال تونست حلش بکنم و مقالش جوابش 200 صفحه بود و این چیزی که مسلمه این ایشون و همکاراش از ابزار استفاده کردن که برای من کاملا اون زمان بیگانه بود و شما حساب بکنید که خب ایشون در این مدت به خاطر تجاربش که با من خیلی فرق داشته ابزارهای جدید یاد گرفته و ریاضیدان خیلی خوبی هستش و یه تیم در فرانسه هستن که این موضوع کار میکنن و بالاخره تونستن مسئله رو حل بکنن.
دانش پیش بینی من غلط بود و اینکه آیا من پیش بینی کردم این مسئله رو کسی حل میکنه، اونم هیچ پیش بینی نداشتم. ولی خب میدونستم که در این سالهای اخیر این گروه در فرانسه دارن روشهای جدیدی رو امتحان میکنن و اینها ممکنه بتونن حل بکنن، ولی شخصا من خودم پیش بینی در مورد نداشتم. تو اون مسئله رو به هر حال بعد از اون 4 ماه حسی که من گرفتم بود که ولش کرد. سوری که من ول میکنم که کاملا ول شده نیست. ما مسائل زندگی میکنیم. یعنی یه جایی تو ذهن من اونجا نشسته مثل یه آدم فرصت طلب. داستان اینجاست که وقتی که من این درسایی میدم، درسای دکترا و سخنرانیایی که میرم، همه این مسائل یه جایی اونجا قایم شده و منتظر یه فرصت خودش دوباره نشون بده. و همه این مسائلی که من میگم یه رفعه برگشتم بهش، دوباره یه زوری زدم چون فکر کردم که با این طولای جدیدی که یاد گرفتم ممکنه بتونم حالا راجبش فکر کنم، دوباره به شکست منجر شده. بعد دوباره ولش کردم. بعد دوباره سالها گذشته، دوباره یه دفعه فکر کردم ممکنه من بتونم حالا با این کلک جدیدی که یاد گرفتم شاید شانسش داشته باشم. این اتفاق همش در حال افتادنه برای خیلی مسائل. برای این زندگیمو بتونم بخوام خلاصه بکنم شاید بگم 90% شکسته. اغلب اوقات اینجوریه، ولی خب من فکر کنم همه ریاضدان‌ها اینجوری هستن، یا لااقل شاید من اینجوری باشم، نمیدونم. ولی فکر کنم اصلا ریاضیات یعنی این، شما یه چیزی رو سعی می‌کنین، حالا شاید به نتیجه برسه، شاید به نتیجه نرسه. اگه به نتیجه هم نرسید، این چیزی که مسلمه به شما اون مچورتی رو میده، برای اینکه کمک می‌کنه، چون هر چی که زمان میگذره اینا رو هی سعی میکنین به شکست منجر میشه یا به پیروزی، اون به اصطلاح دانشی که تو داری، اون کلاستری که قبلا راجع به صحبت کردم، داره به اون کلاستر کمک میکنه. در نتیجه از اون چیزا نیستش که آدم به خاطرش اشک بریزه، شکستایی هستش که خودش مفید هستش.